آقای درجات نظامی رو بلد نیستم، فکر میکنم سرهنگ یا سروان، ببخشید اشتباه من رو، جناب سبزواری گرامی اگر محبت کنید تشریف بیارید، راهنمایی اگر هست برای دوستان پیش از این در واقع انتظاری که ما داریم در مورد خیابان، خیلی محبت کردین، امیدوارم شرایطش رو داشته باشین. جناب سبزواری از شما دعوت میکنیم تشریف بیارید بالا. درود بر شما. درود بر شما. درود بر شما. درود پانتای گرامی. سرباز فکر کنم بگیم بهتره. درود جناب مصطفی لوت. از رأس تا ذیل همه عزیزان که هستن و باشندگان، بنده سربازی بیش نیستم، هیچ درجه نظامی ندارم، چون الان دیگه نه هنگی وجود داره نه سر هنگ و تای هنگ، همه سربازیم و خدمت میکنیم به مردم. ببینید، زمانی که ما میخوایم تجمعات شکل بگیره و حرکت داشته باشه، باید جایی باشه که ابتکار عمل، ضمن اینکه دست بچه های خودی باشه، میدان باشه، یعنی راحت بتونن فریا رو مسدود کنن، بی آر تی ها رو مسدود کنن، چشم شیطان ها رو کور کنن، بتونه فشار عمده هم به مراکز مهم و استراتژیک بیاره. در اون صورتی که ما میتونیم اینا رو عصبی کنیم، مثلا طرحی که بود برای جاوید نام حمید رضا روحی روز زاد روزش، این بود که اونجا یه منبع آبی بود، کلی نیرو سرکوب و به خاطر استراتژیک بودن اون منبع آب ما اونجا اسیرشون کرده بودیم، زمینگیرشون کرده بودیم، مجبور بودن از اون منبع آب محافظت کنن. پس چی میشه؟ پس میشه زمانی که ما میخواییم حرکتی انجام بدیم، ببینیم ساختمونهایی که برای اینا مهمه خلوش کدوم خیابونا قرار دارن، بعد تمام نقشه‌های هوایی و راه‌های فرار خروج همه اینا رو بررسی کنیم، اون موقع است که میتونیم یه پلن خوب بریزیم، همونجوری که قبلا هم ریختیم، با کمترین تلفات وارد بشیم، با بیشترین سوددهی خارج بشیم. اینا رو باید مد نظر قرار بگیره بچهای میدان که میرن به میدان. این دوست خودمون که راجب میادین گفت، میدون آزادی کلن یه تله امنیتی است. شما اگه توجه کرده باشید، رژیم هر مراسمی که داره سوق میده سمت میدون آزادی. یعنی قدیم بود رژه 29 فروردین میدون آزادی بود، بعد برای 22 بهمنش میدون آزادی، از هر کاری میخواد بکنه وقتی نیاز نداره جمعیت رو زیاد نشون بده، همون میدون آزادی رو در نظر میگیره. چرا؟ چون 8 تا پایگاه امنیتی هست، ضمن اینکه دسترسی های خاص هست و آخریش که مهمترینشه خارج از شهره، خارج از مراکز شهره، یعنی آسیبی به اون خیابونای اصلی شهر وارد نمیکنه. هر چقدر شما جمعیت هم بریزی توش پر نمیشه، مگه 88 نبود؟ این همه جمعیت رفت داخلش، خیلی راحت تخلیه شد و از بین رفت. اینا همه شده تجربه برای ما دیگه، باید ببینیم چیکار کنیم و کدوم خیابونا رو مد نظر قرار بدیم. در خدمتتون هستم اگه سوالی باشه. دوستان عزیز، پوزش میخوام پانتای عزیز، دوستان عزیز در تالار، دوست عزیز من که همینطور که خودشون فرمودن، نه ایشون نه من درجه نظامی رو الان ندارم، اما سرباز کافیه. خواهش میکنم اگر در رابطه با براندازی، نه حرکت اعتراضی، ببینید دو واژه متفاوت هستند، اگر سوال های نظامی، تاکتیکی، استراتژیک دارید، فرصت را از دست ندهید. از دوست عزیزم آقای سبزواری بپرسید، ایشون اشراف اطلاعاتی و عملیاتی دارن و من افتخار میکنم با هم در کنار هم و همراهی میکنیم. من مایک میبندم، شما عزیزان مایک بزنید، چون دیگه میشه روم نظامی، هر کس مایکشو باز بکنه سوال بکنه هم درست نیست. سوال دارید دکتر پانتا یا عزیز دیگر، به شما فرصت میدهد کوتاه سوال نظامیتون رو بپرسید، ایشون پاسخ میدن. شاید من هم اظهار نظر بکنم. ایشون اشاره فرمودن به هدف. ما در رومهای دیگر جناب سبزواری عزیز در کلیپ های بسیار متفاوت و واگن وزین
و که از خونه میره بیرون، ما از همین الان تصمیم بگیری کجا میری، چرا میری، چه زمانی هست، چه شکلی میروید. اینها را اشاره فرمودن، یعنی در واقع هدف باید داشته باشید. رفتی خب برگردی اون خراب شد دیگه. اینا رو سوال بفرمایید دوست نازنینم، همگتار خوبم پاسخ میدم. من محاکم میبندم، جناب سبزواری عزیز پاسخ میدن. سوال های سخت نظامی بکنید، پاسخ میدن. من خیلی سوال دارم ولی کوروش جان پیش از من بپرسن. بفرمایید. ممنونم بانو پانتا، سپاس از جناب سبزواری، درود بر جناب دکتر و جناب آلیایی و جناب احمد، درود به همه میپرس. جناب سبزواری، من در رابطه با محل محور اگر میشه سوال اولم که درباره محل محور که احتیاجی نداشته باشیم بچه ها مثلا از این شرک غرب یا مثلا چیزا، اگر میشه حالا دیگه من محلا رو نام نمیبرم که زودتر به جوابمون برسم، لطف کنیم بگین اگه محل محور بهترین روشه یا مثلا یه جایی رو قرار بزنیم، چون شما گفتی قرار اگر یه جا بزنیم که متفرق میشن، و اگه محل محور اگه توضیح بدین سپاسگزارم. ببینید کوروش جان، همین الان که شما اسم شرک غرب رو آوردین من متوجه شدم شما رو شرک غرب اشرافیت کامل دارید. وقتی که این فضا داریم صحبت میکنیم راجع به اطلاعاتی که داریم میدیم باید خیلی حساس باشیم. معمولا ضمیر ناخودآگاه ما حاصل یه سری اطلاعات اینفورمیشنی از خود ماست که بیرون میدیم. من توی کلیپی که با افشین نریمان ضبط کرده بودیم، یعنی یه مصاحبه بود، عرض کرده بودم چون بحث محل محور و بحث اینکه چجوری سازماندهی کنیم یه ذره پیچیده شده، اینه که ما به کسانی که واقعا اعتماد داریم بهشون، اب کوچیکی باهاشون بزرگ شدیم یا میشناسیم دیگه، یعنی کامل میشناسیم، بیایم به دسته‌های کوچیک کوچیک تقسیم کنیم خودمونو، و هدف که مشخصه، هدف براندازی حرکت ملی، حرکت ملی زمان مشخص نداره، مکان مشخص نداره، ولی در یه نقطه همه جمع میشن، بالاخره سیل جمعیت مشخص میشه و کجا میرن. اونی که توانایی بدنی مثلا حرکت سریع داره بذاره برای اینکه بتونن گازهای اشکاور رو خنثی کنن یا یه جوری محافظت از جمعیت رو کنن. یه سری میتونن برن خوب بجنگن، میتونن خوب راه رو باز کنن، میتونن خودشون رو سپر قرار بدن با قدرت بدنی که دارن. برای کسایی که سنشون بالاتره یا نحیفترن، اونا میتونن یه سازماندهی به تناسب اندامی که دارن، به تناسب اون آمادگی بدنی که دارن، یه سازماندهی بین خودشون کنن. کلن هم شد محل محور، هم شد شناس محور، ولی در کل کجاست؟ در کل سل جمعیت میره طرف کجا؟ مثلا یکی از مکانهای استراتژیک ساختمونه مترو هست که هم کل دیتاهای مترو اونجاست، و اگه مترو از کار بیفته چه اتفاقی میفته، خصوصا امروزی که اتوبوس‌ها رو فرستادن اروین. ببینه اینا همه نکات استراتژیکه، یعنی ما مکانها رو در نظر بگیریم. یعنی اگه شما تو محور خیابون، حالا ببخشید 24 اسفند، ولی من چون میگم بچه های جدید انقلاب میشناسن، محور انقلاب فوزیه یا همون امام حسین، اگه بخواید شما حرکت کنید، تمام آموزشگاه تدریس زبان و نمیدونم آموزشگاه خصوصی که هست، به اضافه پتانسیل دانشگاه که یه پتانسیل خیلی قویه، به جمعیت شما اضافه میشه اگر تو ساعتی برید که دانشجوها بتونن بهتون بپیوندن. اینا رو همه رو باید در نظر بگیره کسی که داره طراحی میکنه با همون دوستانش برای یه حرکتی. برای این عرض میکنم که برن نقشه ها رو ببینن، ساختمون ها رو شناسایی کنن، ببینن کجا میخوان برن و چی کار میخوان بکنن، تای داستانشون کجاست. این محرکت اگه داشته باشن قطعا میتونن از آدم های عبوری، همونی که امروز ما اسمشون رو گذاشتیم قشر خاکستری، و نسبتا به خاطر چشماندازی که از آینده ندارن به جوان ها اضافه نمیشن، و به کار بکشیم و بیاریم پشت سر خودمون و اضافه شون کنیم به جمعیتی که کف خیابون هست.
ما دو نوع قشر خاکستری داریم، یکی کمرنگ داریم، یکی پررنگ. یکی اون کمرنگ است که دلش میخواد بیاد، وقتی که یه لحظه میبینید، اگه دیده باشید مثلا یه جوونی رو میگیرن دو تا بزرگتر میدونن جلو، شروع میکنن داد زدن، دعوا کرده درگیر، اون کمرنگ است که خیلی راحت میشه اضافهش کرد. اون پررنگ کسیه که نشسته منتظره ببینه آیندهش چی میشه، بعد تصمیم بگیره این ور رو انتخاب کنه یا اون ور. اون باید چشم انداز براش مشخص بشه که بتونه بیاد تو خیابون. اینم میره روی شبنامه و کارهایی که کردیم، کارهایی که باید بکنیم. پس چی شد؟ پس اول سازماندهی بر اساس شناختی که رو افراد داریم، گروه های کوچیک مثل 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر سازماندهی، کسایی که باشگاه با هم میرن، کسایی که بیرون با هم میرن، کسایی که میشناسن، از کوچکی با هم بزرگ شدن و اطمینان 100% به هم دارن. اینجوری خطر دستگیری، خطر لو رفتن، خطر اصلا کار تیمی به هم نمیریزه. یه تیم ورک قشنگ را میندازیم بدون اینکه همدیگر رو بشناسیم. مثل اینکه الان من و شما همدیگر رو نمیشناسیم، ولی قطعا داریم تیم ورک کار میکنیم برای براندازی. یه هدف مشترک داریم. چه کارگروه ما داره این کار رو میکنه، چه شما عزیزان دارین زحمت میکشید، هدفمون یکیه. اینا اگه مد نظر داشته باشیم و دوستان سازماندهی، این نوع سازماندهی اسمش سازماندهی کوره، سازماندهی کور رو انجام بدن برای رسیدن به براندازی، قطعا پیروزی با ماست. در خدمتتون هستم جناب سبزواری عزیز. یه توضیح بیشتری بدهید در رابطه با اعضای محل محور. آیا به نظر شما خانواده ها، یعنی پسر عموها، پسر خاله ها، برادرها، بهترین افراد یا اعضای اینها نیستن؟ منظورم این سلول محرم. نه نیستن. یه وقت میبینید پسر عمو شما اصلا خط فکریش با شما متفاوته، ولی دوست شما خط فکریش با شما یکی. اینا رو باید در نظر بگیریم. نمیشه گفت که ما دو تا برادر میشناسیم که خط فکریشون متفاوته، ولی دو تا رفیق 100% غریبه هستن که خط فکریشون یکیه و اصلا نپرسیده یک سوال و یک جور جواب میدن بدون اینکه اصلا همدیگر رو یا بشناسن یا ببینن. اینا رو باید مد نظر قرار بدیم. رو حساب نسبت فامیلی نمیشه تیم ورک درست کرد. خیلی عالی. دو مرحله که تجمعات برگزار میشه، دو مرحله، مثلا تعدادی تصمیم میگیرن 200 نفر 300 نفر جمع میشوند، مرحله اول. مرحله دوم که باید زیادتر باشد، در مورد این دو مرحله ممکنه شما بازم توضیحات به عزیزم بدهید چه کار باید کرد؟ خب عرض کردم، ببینید وقتی که تعداد بیشتر میشه اون تیم ورک ها، عرض کردم خدمتتون که بیان روی قابلیت هایی که دارن بر اساس آموزش هایی که کارگروه ها دادن که چجوری مثلا با گاز اشکاور برخورد بکنن، چجوری از مردم محافظت بکنن، اصلا چجوری حرکت بکنن، چجوری شعار بدن، چجوری جرقه اولیه رو بزنن، نسبت به همون آموزش هایی که دارن اون تیم ورک اولی، اون 5 نفر اولی، اون 3 نفر اولی اگه استارت کار رو بزنن، قطعا خودشون پلار براشون باز میشه و میدونن مرحله بعد چیه. مرحله بعد و بر اساس کف خیابون و هیجاناتی که در مردم وجود داره باید برنامه ریزی کنن، نه اینکه مثلا من بیام دیکته بکنم. اونجا دیکته کردن باعث میشه که جمعیت خسته بشه و یا یه واکنشی نشون بده که طبعا مثلا شما یه دفعه احساسات جمعیت یه دفعه بره سمت این که مثلا یه کلانتری، خب قطعا شما ضرر میکنی. کلانتری زمانی سقوط میکنه که سرباز داخلش با شما همپا بشه و از داخل شروع کنه به تحرک کردن و شما بتونی بدون تلفات بگیریش. بعد کلانتری گرفتی چیکار کنی؟ اطلاعاتشو استخراج کنی و نگه داری، مثل هارد کامپیوترش، مثل پرونده ها، مثل خیلی چیزهای دیگه. نباید آتیشش بزنن. ساختمون آتیش زدن زدن، ولی اطلاعاتی که اونجا موجود است استخراج کنن. اگه میخوان کامپیوتر رو بشکنن، هاردش رو بردارن بعد بشکنن، یا کیسش رو بردارن بعد بشکنن. اگه سرور اونجا وجود داره، تمام هاردهای سرور رو بکشن بیرون، بعد سرور رو آتیش بزنن، بعدم رو رهاش کنن دیگه، ساختمون به دردشونه آخره. اینا مهمه. با آقای سبزواری عزیز، در رابطه با که این روزها شاهد خواهیم بود و رژیم همواره وقتی که تعدادی مردم جمع می شوند از گلوله های اشکاور و
تهواور استفاده میکنه. شما اشاره فرمودید برای خونسا کردن همون گلوله های اشکاور توصیه هایی مثلا داشتن دستکش سنتی و یا اینکه برای پایین آوردن ریسک اون گلوله های اشکاور توصیه هایی هم دارید لطفا بفرمید. خیلی ساده است، اگر فیلتری از این ابزار فروشی ها میتونن تهیه کنن که تهیه میکنن، اگر هم نمیتونن تهیه کنن کربن اکتیو رو میتونن بریزن لای ماسک عادی یا یه دستمال اصلا یه مقدار کوچیکم آب بریزن روش حل میکنن. خیلی ساده است، اصلا برخورد کردن با گاز اشکاور برای من خیلی ساده است. اتفاقا الان توی اسپیسی بودم، دوستان میگفتن که مثلا آمونیوم نیترات چیکار کنیم، که بنده عرض کردم میتونید با یه ذره نفت یا بنزین یا پودر آلومینیوم همه رو ستار چهارتا رو ترکیب کنید، خب میتونید یه تیر چراغ برق رو بیارید پایین. ببینید برای بنده اینجور چیزا ساده است، ولی دوستان اگه دنبالش برن خیلی راحت میتونن خیلی کارا رو انجام بدن. درود بگم خدمتتون جناب سبزواری، خوشحالم که تشریف داریم. ما یه مشکلی داشتیم با بچه ها، داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که دنبال این 25 که مردم بخوان بیا بیرون برای نگه داشتنشون داخل خیابون چه چیزی موثره، چه چیزی تأثیر میتونه بذاره که من یکی بچه داخل هستم بخوام این قضیه رو پیش بگیرم، بخوام از الان این مسئولیت رو به عهده بگیرم بتونم 25 بعد مردم رو وسط خیابون نگه داریم. ثبات در خیابانه موزل ماست که مردم بمونن تو خیابون چون بخوان 2-3 یا را تیکه تیکه برن بیان. دوستاشم نظر شما بشنادم. ببینید دو مسئله که مردم تو خیابون نگه میداره، یکی امید، هدف، و دوم لوجستیکه. یعنی اگه شما قرار مردم کف خیابون نگه داری حتما باید فکر آبش، آب سالم، چون نمیشه از دست هر کسی آب گرفت، نمیدونم نون گرفت، فلان گرفت، حتما باید یه طرحی برای لوجستیک مردم داشته باشی. یا خونه ها همکاری کنن، همین خونه هایی که مثل ما اینا رو این مانورش رو کم و بیش تو 401 رفتیم، اگه خاطرتون باشه مردم ساندویچ میدادن همینجوری دست به دست، حالا هر کی هر چی که داشت، تخم مرغ پخته بود، یکی نون پنیر بود، هر چی که میتونستن به هم میرسوندن نون میدادن و مردم رو یه جوری نگه می‌داشتن و خود بسیجی ها، خود اون نیروهای سرکوب دیگه بریده بودن به خاطر مسئله‌ای که میگفتن اگه ما توی کوچه بریم، فکر کنم همه تون کلیپا رو دیدین، از در و دیوار رو ما آتیش میریزه، ولی رو مردم مثلا آب میدن، نمیدونم آذوقه میدن، همدیگر رو حمایت میکنن و لحظات واقعا افسانه‌ای که اصلا تا حالا میشه گفت توی جای دنیا نبود، مردم ما تو 401 آفریدن. فقط باید از این بحثای نمیدونم ناامید کننده، یاد الانم که راه انداختن نمیدونم 15 تا 25، ما تا نداریم که، تا نداریم برای حرکت. ما اگر 15 هم شروع بشه که اصلا بحثی توش نیست، تا براندازی باید بره، تا 25 اصلا معنی نمیده. ما زمان نباید بذاریم برای حرکتمون، چون قرار نیست اونا زود حکومت رو به ما بدن، ما هم هر کاری بتونیم میکنیم برای اینکه براندازی داشته باشیم. یکی اونه، یکی هم این که الان دیدیم داریم نزدیک میشیم، یه سری آقایون اومدن دستبند سفید ببندید، دستبند قرمز ببندید. متاسفانه رسانه‌هایی هم که مارک ملی‌گرایی دارن دارن اینا رو پروموت میکنن و همین ها سبب میشه که یه وقت میبینید ما کم میاریم، مردم سردرگم میشن و نمیدونن چیکار بکنن. یه سری چیزا هست، امیدوارم سیاستمدارای ما هم یه مقدار تو گویششون احتیاط داشته باشن، مثل نشه که یه قولی بدن که مثلا خودشون هم میدونن این قول رو دارن تلاش هم میکنن راجعش، ولی قابل اجرا نیست و زمان بره. این باعث میشه مردم منتظر باشن که مثلا اون اتفاق بیفته. همین انتظار باعث تزریق ناامیدی و یأس میشه. این یه ذره اینا تعادل برقرار شه درست میشه. جانم سپاسگزارم، چون میخوام دیالوگ برقرار شه، من اصلا میگم یعنی کلامشو میام. این الان یه پیشنهادی بخوایم به عنوان اینکه حالا ما هممون مردمیم دیگه، شهروندیم،
بخوایم یه پیشنهادی بدیم که رو اون محور حرکت کنیم که بتونیم این تدارکات پشتیبانی رو داشت. شما چیه به عنوان یک شهروند، به عنوان یک راهکار؟ ما چون دونه دونه بچه ها میخوایم بپرسیم نظرات و اتفاقهای مثبتی که توی انقلاب افتاده. ببینید بهترین راش اینه که بگیم آقا مهیا بشید. هر انقلابی رو هم شما نگاه کنی، حتی اون شورش 57 هم نگاه کنی، خانوما می اومدن ورمی داشتن نون پنیر سبزی درست میکردن، لای چیز مشما میدادن به مردم. اگه تونست هم نگاه کنید همین جوری بود. یا مثلا زمان جنگ خودمون هم نگاه کنید، اگه خاطرتون باشه میشستن تو حیاتشون سبزی خورد میکردن فلان میکردن. ما وارد یه فاز جنگی میشیم، جنگی جنگ نابرابر هم هست. باید مردم به همدیگه کمک کنن تا بتونیم پیروز بشیم. اگه یه دونه دکتر آیلار حقی داشتیم که کار امداد و نجات خودش به تنهایی انجام میداد تو اکباتان و ایشون دکتر بیمارستان نظامی چمران بود و ارتشی بود، خب میتونیم 100 تا دکتر مثل دکتر آیلار حقی داشته باشیم و دکترهای خارج هم میتونن با کلیپ پر کردن براشون راهنمایی کنن که شما چیکار کنید چیکار نکنید. همینجور به تبع همون کاری که الان کارگروه ما میکنه، ما کلیپ آموزشی درست میکنیم در رابطه با اینکه چجوری تو خیابون بمونید، چجوری از خودتون محافظت کنید، چون تخصصمون این است، درس اینو خوندیم. اون دوستی که دکتر میتونه در رابطه با پزشکی امداد نجات اینا صحبت بکنه، دوست دیگه که کار مثلا پشتیبانی رو میدونه، بسته‌بندی هایی که دوامش بیشتره چجوری باید انجام بدن، چی کار باید بکنن، ایشون اونو صحبت میکنه. همینجوری میتونیم دست به دست هم بدیم، چون یک نفری که نمیشه، دست به دست هم بدیم، همین کارگروه ها تیم ورک ها بتونن به یه نتیجه برسن. من این به نظرم میرسه، حالا هر چقدر نقص داره شما به بزرگی خودتون ببخشید. چه سوال دارن دکتر پیوندی؟ آقای اروندم اجازه بفرمایید سوالشون رو بفرمایید. تشکر میکنم آقای اروند. آقا درود بر شما جناب شهرسواری. یه کلیپ منتشر شد توی جنبش سبز، چگونه اینا میتونن رهبرای بزرگ میدانی رو، شما فرض کنید میخواد از میدون 24 اسفند برید طرف خیابون پهلوی، برخی از جریانات امنیتی اینا رو آموزش بهشون دادن که بیان حرکت رو تغییر بدن، چگونه میشه از گیر فریب اینا نجات پیدا کرد؟ یعنی مسیرها رو در واقع اونا تعیین نکنند. من احتمالا شما هم این کلیپ رو دیدید، من فکر کنم درود به شما، من دقیقا متوجه شدم. شما میفرمایید که مثلا لیدرهایی که از خود سازمان هستن بیارن و اضافه کنن به جمعیت و جمعیت رو مورد هدایت قرار بدن. دقیقا فکر کنم منظورتون همین باشه، اگه درسته تایید بفرمایید. دقیقا خب عرضم اینه، وقتی ما هدف گذاری کنیم، وقتی بگیم که آقا مرکز شهره و باید این کارا رو انجام بدیم، درصد اون فریبی که میخورن خیلی کم میشه. ضمن این که ما داریم یک کلیپ های تهیه میکنیم راجع به این لیدرهای قلاوی، شناسوندن این لیدرهای قلاوی، قبلا هم کردیم توی صفحه فریبورز ما هست، آقا جناب سروان کرمین زن هستش، ولی خب سعی میکنیم بازنش بدیم و تکمیل ترش کنیم. این لیدرهایی که از سازمان میان یه نشونهایی دارن برای اینکه نیروهای خودشون بشناسن اینا رو، قطعا ما اینا رو علامت گذاری میکنیم و به دوستان نشون خواهیم داد. در خدمتتون هست. با پوزش از دکتر پیوندی عزیز، جناب اروند گرامی، دو یا سه تا برنامه در کلاب هاوس استاد مشترک عملیاتی جناب سروان کرمی زند، جناب سبزواری، سرهنگ شیبانی‌زاده در رابطه با شناسایی لیدرهای دروغین صحبت کردند، با اونجا هم هست اگر خواستید، و همچنین در سایت فریاد ایران، استاد مشترک عملیاتی اینستاگرام، در فیسبوک هم اینا هستن که جناب سروان کرمی، جناب سبزواری و سرهنگ شیبانی‌زاده و بعضی مواقع جناب سروان حامد محمدی در این موارد صحبت کردن. خب مستثنی هستید در رابطه مسائل امنیتی، من هم همواره صحبت کردم. به هر صورت خیلی خوشحال هستم. دوستان عزیز از فرصت استفاده بکنید که جناب سبزواری عزیز اینجا هستن. در واقع
ایشون مطالبی رو میفرمایم به عنوان یک افسر ضبطه عملیاتی و اطلاعاتی. در زمان جنگ هستیم، از فرصت استفاده بفرمید، سوالاتتون رو از ایشون بکنید. پوزش میخوام دکتر پیوندی عزیز، اجازه بدید و خواهش کنم از دوستان عزیز، وقتی سوال میخوای بکنید حتما مایک بزنید، یکی از مدیران فرصت میدن، چون این زمان غنیمت است. تشکر میکنم، خوش آمد میگویم به یکی از دوستان که اسم معمولا کسی رو من نمیارم. خیلی ممنون جناب مصطفی. جناب سبزواری، من چند تا سوال دارم و یک پیشنهاد که نمیدونم حالا عملیه یا نه. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم توی قیام قبلی مسئله خط ویژه بود که نیروی سرکوب ازش استفاده میکرد و میومد و خب خیلی راه ها گفته شد این میله ها رو بکنن، نمیدونم لغزنده بریزن، اتوبوس ها رو پنچر کنن، از این چیزا جواب نداد به نظر من تا جایی که من اونقدری که باید. اما یک اتفاقی که توی قیام قبلی افتاد این بود که زمانی که یک بحرانی پیش می اومد مثل دانشگاه آریامهر یا شریف و مثلا زندان فلان و اینها، اون شرایط بحرانی مردم می رفتن تو خیابون با توجه به خبر رسانی هایی که می شد تو همه این فضاها می ریختن و خیلی از اینا با ماشین می رفتن، یعنی اون حسه بود. و من این به فکرم رسید که آیا امکان این هست که در شرایطی که یک منطقه شلوغ میشه و ما نیاز داریم که نیروی سرکوب رو متوقف بکنیم، یک فراخوان ماشینی به مردم بدیم که این خط ویژه ها رو بلوک کنن. بعد من این تیکه‌ای که مشکل دارم اینه که من چون خیلی سال ایران نیستم و شرایط ترافیک و خیابون رو نمیدونم چطوری شروع میشه، من اینو نمیدونم، برای همین این تو ذهن من همیشه بود و دوست داشتم با یک فرد متخصص اینو مشورت کنم. این یه سواله. یه سوال دیگه هم در مورد جمعیته. جمعیت ها توی منطقه هایی که جمع میشن از هسته های 3-4 نفری شروع میشن تا هسته های بزرگ، با توجه به حجمی که اون خیابون داره و اون جمعیتی که داره، چطوری میتونن یه محاسبه ای بکنن که جمعیتشون رو کی حرکت بدن؟ چون طبق آموزش قبلی من دیدم که جمعیت باید بتونه به یه جایی برسه که حرکت کنه، بره حالا به سمت مراتعی که حالا یا هسته ها رو بزرگتر کنن یا کم کم برن به جاهای استراتژیک. مثلا توی یک خیابون کوچیک چه جمعیتی وقتی جمعشه محل حرکتشه، توی خیابون بزرگتر چه جمعیتی؟ این تناسب هم اگر باشه، چون من شخصا معتقدم اگر که هر کسی تو خیابون خودش یک فرمانده باشه، اطلاعات کافی داشته باشه، اون وقت این لیدرهای دروغی و اینا نمیتونن فریبشون بدن، چون از نظر منطقی و عقلانی و آموزش‌ها و اطلاعاتی که گرفتن متوجه این فریب میشن. شاید اصلا هدف ما همین که این اسپیس ها رو میذاریم، چون بچه های پارتیزان که بلدن میدانی، اون نیروهایی که ملحق میشن و نمیدونن و این فریبا رو میخورن، اشتباهاتو میکنن، اونا بتونن تصمیم گیری های درست داشته باشن. اگر من حرف اشتباهی میزنم، من نظامی نیستم، ممکنه همه حرفام سرتاپا غلط بشه، پیشا پیش پوزش میخوام. مرسی. نه خواهش میکنم، حرفاتون درست بود کاملا. من اول خط ویژه رو عرض کنم. ببینید، خط ویژه همونجور که فرمودید یکی از معضلات این
کنن مثل قبل و اجرا کنن. اینم عرض کنم به شما، ببینید واقعا با حجم بزرگی این انقلاب 401 نسبت به انقلاب‌های قبلش یا خیزش‌های قبلش حساب کنیم، تلفات بسیار کمتری بچه های میهن‌پرست داشتن. ضمن این که این همه آتش زدن در و دیوار و حوزه و فلان و اینا رو که دیدیم با هم، یه دونه دستگیری یا یه دونه مشکل ساختن، مشکل ساز بودن نداشتن. باید دید مثلا الان شرکه اکباتان قضیهش در اومده که خود فیلم بردار جزو کسایی بوده که میزده، اون عجمی بود کی بود، اون بسیجی که اونجا مرده بوده، یعنی فیلم بردار از خود نیروهای اطلاعاتی بوده، اصلا قاطی مبارزین شده بوده. باید اینا رو همه رو سعی کرد با درصد مثبت و خطا پیدا کرد و ما سعی میکنیم آموزش هایی که بر اساس چیزایی که خودمون آموختیم رو به مردم بدیم و امیدوارم موفق بشیم. همین رو میتونم، من انقدر بیشتر نمیتونم بگم، ببخشید. خواهش میکنم. آقای تزواری فرمود چه تلفات در این انقلاب کم بود؟ یک، در این مورد یه مقدار توضیح بدهید، علتشو بفرمایید که عزیزان بدانن که دوستان شما، دوستان من، عزیزان چه کارهایی را کرده. این یک مورد. در رابطه با هدف، منظورم انتخاب مکان هاست، چون قبلا صحبت شد، توضیح بفرمید. سومین سوال زمان هست، آیا مقطعی باشد مقطعی نباشد، خودتون میدید. منظورم سه تا واژه رو من گفتم، خود در این سه مورد هم لطفا صحبت بکنید. ببینید دکتر، ما فقط آموزش دادیم، نمیتونیم مال خودمون بکنیم که تلفات کم بوده بیایم ادعا کنیم بگیم ما باعث این تلفات کم شدیم. نه، ما 3000 ساعت کلیپ آموزشی درست کردیم، این بیلان کارمونه. ضمن اینکه خود دکتر پانتاهای گرامی بودن، تو فکر کنم تو اسپیس های ما بودن، هر بار اسپیس گذاشتیم 6000 نفر، 5000 نفر، 4000 نفر و اکثرا هم بچه های ایران بودن. همین توضیحات رو میدم، یکی مقدار کامل ترش رو در اسپیس ها برای مبارزاتی گذاشتیم تا جایی که تونستیم. عرض کردم رو حساب چیزایی که آموختیم قبلا، دوره‌هاش رو دیده بودیم، دانشگاهی که رفته بودیم و دانشگاه نظامی بوده، همونا رو پیاده کردیم و به مردم سعی کردیم به اطلاع رسانی کنیم که اینا این راه‌ها رو میرن، این راه‌ها رو میکنن و شما سعی کنید از خودتون محافظت کنید. این که بچه‌ها هوشمند شدن و هوشیارن و تیم خیلی خیلی قشنگ تیمی کار میکنن، نه کار منه نه کار ایکسه، و واقعا گیرایش بالاست. بنده سر تعظیم جلوشون بالا فرود میارم به عنوان یک نظامی که واقعا کارشون زیباست و لذت میبرم و احساس غرور میکنم همچین جوانانی کشور ما داره. ولی درست نیست این رشادتاشون رو من بیام اینجا الان تصاحب کنم یا مال خود کنم. ما هستیم خدمتشون، سربازیم، در حد سربازی سعی میکنیم بهشون کمک کنیم. در مورد مقطعی بودن و نبودن عرض کنم خدمت شما، ببینید مقطعی بزن در روییه، مقطعی اینه که مثلا شما میخوای بری یه عملیات ویژه انجام بده، یه کویتل جایی بزنی، مثلا یه حوزه رو بفرستی هوا یا یه حرکتی بکنی، اونا میشه مقطعی، اونا میشه برنامه‌ریزی کنی بری بزنی و بری. ولی اگه قرار باشه خیزش عمومی و سرتاسری و حرکت ملی صورت بگیره، دیگه نباید مقطعی باشه. مقطعی بودنش باعث میشه که مردم ناامید بشن، مردم هدف رو گم کنن، مردم سردرگمی داشته باشن. دیگه اون موقعی نیست که من بیام اینجا توضیحات نمیدونم بشر دوستانه و مدنی بازی و اینجور صحبت ها رو بدم. اون موقع زمانیه که ما باید هممون بیایم پای کار. منی که اینجا نشستم و قدرت سایبری دارم و یا خیلی کارهای دیگه دارم، باید در خدمت این مردم باشم تا اونی که رأس این هرم قرار گرفته و حکم فرماندهی کل قوا رو داره و نوع بیانش باید ویلیام والاسی بشه یا یه جور صحبتی بشه که همه شور و به قول حرکت ایجاد کنه، اون صحبتی رو بکنه که جوونی که داره رشادت میکنه بفهمه که داره دیده میشه و میدونه کارش بی هدف نیست، بدون ثمر نیست.
مال اون زمان انتخاب مکان هم صحبت بفرمایید قربان. مکان هم صحبت بفرمایید. عرض کردم مکان ها رو که حالا بعدم مشخصه، خیلی از مکان ها باید استراتژیک باشه دیگه، باید فشار بیاره رو سیستم. وقتی حرکت میکنن، زمانی که شما حرکت میکنی هم از نظر روانی هم از نظر چینش نیروهای سرکوبگر، شما باید بتونی به سیستم فشار بیاری، جوری فشار بیاری که عملا اینا بیکار بشن یا مجبور باشن این ور اون ور. ببینید مثلا حرکتی که در نازیاباد شکل گرفت، فلاح هم همزمان بود، سیستم ترسید که فلاح و نازیاباد به هم پیوند بخوره و سمت شما لرگت بکنه، به خاطر همین اومد یه تمهیدات دیگه اندیشید. یعنی فردای اون شبی که اتفاق تو نازیاباد افتاد یا اون حرکتی شد، اومدن اون شب قدم زدن، فردا شبش اومدن چیکار کردن؟ یه آتش سوزی ساختگی در اوین راه انداختن، در صورتی که اوین خب اول یه دیوار محافظ داره، بعد دیوار اصلی زندانه که با فاصله زیادیه، بین این دو دیوار مینگذاری شده است و سیمخار داره. یعنی شخص عادی که دورهای تکاوری یا دورهای مثلا نوحه ندیده باشه نمیتونه به اوین نفوذ کنه. باید اون فراخوان طوری بود که فقط اوینی، مثلا کسی که در محدوده اوین هست، اوینو پوشش میداد و میرفت اعتراض میکرد و شدت آتیش رو باعث میشد کم بشه، و اونی که تو نازیاباد بود و اونی که تو فلا داشتن به هم پیوند میخوردن و فشارش مستقیم رو بیت عنکبوت میامد، از نظر روانی خیلی فشار داشت روی سیستم، اونا کار خودشونو میکردن. همینجور که شرکه اکباتان همیشه کار خودشو میکنه. شرکه اکباتان یه شرکه پیچیده است. منی که از خیابون میرم داخلش نمیتونم اونجا کاری بکنم. اشتباه نکنن مثلا دوستان از محله‌های دیگه یه دفعه بخوام برن سمت اکباتان. اکباتان پیچیده است. اکباتان فقط بچهای اکباتان میتونن اونجا عملیات انجام بدن. بچهای اکباتان میتونن اونجا کارایی بکنن. چون یه راهی داره، یه دفعه شما فکر میکنید بازه ولی اونجا مسدوده. یا یه راههایی هست که شما نمیشناسید. دوربیناشو نمیدونید کجاست. این خیلی خیلی چینش خاصی داره اکباتان. کسانی که اکباتان زندگی کردن میدونن من چی میگم. یا همینطور الان دو قلوش چیتگر. چیتگر واقعا قشنگ داره عمل میکنه و اینکه سلام به بالای نیروهای سرکوبگر رو، یعنی انداختن صندلی و گلدون و تا کویت الملتف رو چیتگر به قشنگی و زیبایی در 401 پیاده کرد. اینا همه تکنیک هایی بود که میتونستن استفاده کنن و استفاده کردن و واقعا درود به شرفشون. چقدر خوشحال هستم آقای سبزواری عزیز. دوستان عزیز همینطور چه دوست عزیزم جناب سبزواری میفرم. من عمدن سوال رو کردم، اینا رو به کرات گفتن، به کرات صحبت کردیم، ولی توجه فرمودید چقدر فلاح و نازیاباد رو به هم وصل کرد و اون مثلثی کشید به کجا میره و اون ترفند جمهوری اسلامی رو و اوین رو. اینها مواردی است که درست جوانان باهوش هستند، اما از زبان یک افسر اطلاعات امنیتی، یک افسر عملیاتی، یک افسر طراح، وقتی میشنوید، من با اینکه شاید خودم هم میدونم بخشی از اینها رو به روز، اما وقتی دوستان عزیزم، چه جناب سبزواری، چه جناب فریباز کرمی زند، چه دوستان دیگه صحبت میکنن، واقعا برای من تجدید گواه میشود، بازآموزی هست. هر زمان یک نکته جدیدی رو من یاد میگیرم. همینطور که الان دوست عزیز من با اشراف اطلاعاتی از فلاح و نازیاباد و زمانش با اوین، توجه بفرمایید، ما با کرات در جاهای به خصوص گفتیم چه کسانی کجا چه زمانی چگونه و چرا. ایشون به زیبایی با ظرافت و با توضیحات نظامی اطلاعاتی اینو توضیح داد. من پیشنهاد میکنم باز این دعوت بکنید دوستان عزیز، مخصوصا جناب سبزواری، که دوستان عزیز، عزیزانی که در تالار تشریف دارن، سایت جناب سبزواری رو در اینستاگرام، در توییتر، در یوتیوب، در فریاد ایران، در ستاد مشترک عملیاتی در اینستاگرام، حتی در فیسبوک آموزش های خیزش های خیابانی و اعتراضات رو، دوستان دیگر هم اونجا هستن
و این هم جهت مزید اطلاع شاید درست نیست، یکی از اولین دوستان ستاد مشترک عملیاتی در فیسبوک شهبانه گرامی هستند که من میبینم دنبال میکنن. اگر میخواهید واقعا اطلاعات بیشتری، یعنی آماده باشید برای جنگیدن، اینا رو شما از این بیسه سایت ها یاد بگیرید. به ویژه دوست عزیزم جناب سبزواری گرامی حداقل هر روز یک یا دو تا کلیپ بیرون میدهن، یعنی در واقع زمان رو مطالعه میکنن با توجه به شرایط موجود. یک کلیپی درست اگر از ناحیه رژیم اومد، جناب سبزواری عزیز با داشتن اطلاعات بیشتر درست مهندسی معکوس اونو به شما عزیزان ارائه میدهد. از فرصت استفاده بکنیم. اگر اجازه میخوام از یک سوال دیگه هم از آقای سبزواری بکنم. دوستان شما هم فکر کنید اگه سوال نظامی دارید، اطلاعات عملیاتی دارید، از آقای سبزواری بکنید. جناب سبزواری، در این 17-18 روز آینده به نظر شما، البته شما هم دارید این صداها رو، یا من دریافت کردم یا شما دریافت کردید، معاون وزیر کشور خیلی ترسیده، گفته بعد از محرم و سفر رو نمیدونم آماده شد بازگشایی دانشگاه ها، بیش از حد از ترس و وحشت گفته، پیام نیروها مسلح هم شما شدید. به نظر شما اتاق فکر جمهوری اسلامی ممکن است به کارهای زشت و پلشت و ضد انسانی دست بزند؟ اگر این یه سوال. دوم این که آیا امکان قطع کردن یا ضعیف کردن اینترنت هست یا نه؟ در اون مورد هم اگر راه حلی هم هست شما اشاره به با اینکه بعضی کارها رو نباید در همینطور در این روم ها گفت، باید اونو توسط فرماندهان میدانی یا میانی باعث گفت، ولی خب اگر تشخیص دادید پاسخ بدهید. در مورد اولی که فرمودید زشت و پلش، خب جمهوری اسلامی کلش زشت و پلشته، حالا هر کاری بکنم زشت و پلشته. فعلا یه موضعی گرفتن، با توجه به صحبت رادان یه موضعی گرفتن، میخوان عبور کنن از این داستان یه جوری با طمأنینه، اینجوری که دارن صحبت میکنن. مثلا اون معاون نیروهای مسلح، اصلا من نمیدونم چه ربطی داره، اتاق اصناف باید بگه که اعتصاب بکنید یا نکنید یا ببندید یا نبندید، اون ربطش به اتاق اصنافه، ولی چرا معاون نیروهای مسلح میاد دخالت میکنه؟ یکی اون بود، یکی هم صحبتی که امروز رادان کرده بود که ما باید جلوی فتنه رو بگیریم، جوری که اجازه ندیم بهانه فتنه دست کسی بیفته و اینجور صحبت ها، و این درگیری که اون راننده اسنپ پیدا کرده بود، سریع اومدن مسئولین نیروی انتظامی عذرخواهی کردن. اینا نشون میده یه نرمش قهرمانانه است، نه اینکه بخوان تغییر رویه بدن فقط برای فرار از این کارزار سه ماهه یا همین 25 شهریوری که 25 شهریوری که پیش رو داریم. ما باید هوشیار باشیم، میدونیم که اینا حیله‌گرن، در اصل ذات جمهوری اسلامی یک ذات حیله‌گری و فتنه‌گری و میشه گفت تخته است. اینا وعده میدن، وعید میدن و بعدش هم آخرش هم ظلم میکنن به مردم. تا زورشون زیاد شد شروع کردن بازداشت‌ها رو اضافه کردن، نمیدونم خیلی کارهای دیگه کردن که خودمون میدونیم، هممون شنیدیم، تکرارش هم چیز قشنگ نیست، ولی رو به شکستن. اینا حکومت فرو ریخته است، از درون ریخته، از نیروهای خودشون ریخته. ما یکی از این پلیسای با شرفی که تو تبریز بهش گفته بودن برو بیرون برای اینکه جو امنیتی درست کنید، دقیقاً رو روی یگان ویژه خودکشی کرد. خب این میدونه چه تأثیر تو روحیه بقیه کسایی که اونجا خدمت میکنن میذاره، حداقل این شک تو وجودشون ایجاد میکنه. خب این حرکت ها هست و خودشون هم میدونن کجای کار ایستادن.
از درون خودشون خیلی ریزش هست و وقتی میان عنوان میکنن صحه میذارن که نه ما هیچ ریزش نداشتیم، شما اینو ضرب در 10 بکنید، ضرب در 100 بکنید که قطعا ریزش ها هست که اینجوری واکنش نشون میده. بحث روانیش اینه که اینا هر چیزی که هر جایی که مشکل دارن میان معکوسشو نمایش میذارن که یعنی ما از اونجا اصلا ضربه نخوردیم، در صورتی که واقعیت ضربه خوردن، خیلی هم شدید خوردن. سال دومتون من فراموش کردم دکتر. دکتر پانتا شما تکرار کنید سوال دوم منو. اجازه بدید دکتر جان. پس اجازه بدید اون که گفتن جمهوری اسلامی میخواهد به کارهای زشت و پلش دست بزند، این هست که من توضیح زیادی نباید بدم و نمیتوانم. جمهوری اسلامی در اتاق فکرش فکر کرده یه کارهایی بکنه و مثلا بعد از 17 روز چه 3 روز قیام ملی هست، 10 روز قبل از اون مثلا وزارت بهداری وضعیت قرمز اعلام میکنه. بگه از اون بیشتر نمیتونم چیزی رو بگم. جناب سبزوان، من سال دوم شما رو یادم اومد. این وضعیت قرمز و اینا خودشون هم میدونن که کاری نداره دکتر، همه این راه ها رو دارن تست میگیرن، اینا آمار میدانی میگیرن قبل از پیاده کردن این طرح. قطعا براشون راهی نمونده که امروز دست به دامن نوع دیگری گوه شدن. مطمئن باشید توی تستایی که گرفتن، تستای میدانی که گرفتن، جواب نگرفتن و مردم یه شور دیگه دارن. در مورد اینترنت فرمودید، تا زمانی که حیات جمهوری اسلامی به استخراج بیت کوین وابسته است، اینترنت هم قطع نخواهد شد. کم میشه ولی قطع نخواهد شد. اگر قطع شد و کلا قطع شد، اون موقع راه‌های رسیدن خیلی راحته، میشه اطلاعات یه جوری یا صدا رو یه جوری داد بیرون. قدیم یادتون باشه، نه خیلی ساده شو عرض میکنم، قدیم اگه یادتون باشه میرفتن بالای کوها هیزم روشن میکردن، با دود به هم علامت میدادن. الان هم میشه همون کارها رو کرد، تا یک کسی که مرز نشین هست از BTS خارج از مرز ایران استفاده کنه و بفرسته بیاد. ضمن این که اینترنت های آزاد هست و یه سری راه های دیگه هست که به وقتش در اختیار مردم قرار میگیره و بتونن اطلاعاتشون رو خارج کنن. مهم اینه که انقلاب صورت بگیره و ارتباط ما با اونا قطع نشه، که خیلی خوبه. کاش اپوزیسیون یه رادیو مثل سابقه رادیو قدیمی، اگه یادتون باشه پدرها یا پدر بزرگمون رادیوهای دو موج داشتن، کاش اپوزیسیون یه رادیو این شکلی داشت، نه بر بستر اینترنت، بر بستر رادیو، واقعا بر بستر آنتن، که بشه ارتباط رو داشت و حرفا رو زد. و حالا یه طرف هم اگه باشه باز خیلی تاثیرگذار بود، که ما امتحان کردیم برای بچه های بلوچ، خیلی تاثیر داشت روش. فقط خوشحال هستم آقای سبزواری امروز تنها نیستم در رابطه با مسائل نظامی. اونی که گفتم عرض میکنم، اشاره کردم که در سال گذشته روز چهارشنبه بود که خبری از داخل ایران رسید و چهارشنبه یکی از عزیزان که الان در اینجا هستن در روم ایشون اعلام کردم که روز شنبه به اوین آتش زدن. پس وقتی که عزیزان، شما نظامی ها، شما دوستان عزیز، شما همکاران آغاز حزبواری برآورد میکنید و پیش بینی میکنید و هشدار میدهید به هموطنان، مخصوصا جوانان خیلی باهوش هستن که ممکنه رژیم کارو بکنه. الان هم من در رابطه با اینترنت پرسیدم، در اینها که شما به بخشی اشاره کردید و امیدوارم در آینده نزدیکم راهنمایی خواهید کنید. پس عزیزان، قهرمانان، نگران نباشید. اون چه که شما نیاز دارید از نظر تاکتیک، استراتژی در کف خیابان، عزیزانی نظامی های مثل جناب سبزواری، مثل حامد محمدی، مثل فریباز کرمیزن و دیگر، مثل تمیزکار و و و و من هم سربازش صفر هستم به قول جناب سبزواری، در کنار شما خواهیم بود. فقط شما اطلاعات جمع کنید به دوستانتون، تر اطلاعاتی رو، اون تبلیغاتی رو آماده باشیم.
بایستی در این دوران در 24 ساعت باید 25 ساعت کار بکنیم. این عزیزان با تجربه و متخصص نظامی رو هرگز فراموش نکنید، دعوت کنید، از اونها یاد بگیرید و ایشون فرمودن که ما این شما مستقلی یه لحظه آقای مانی یه لحظه آقای سبزواری فرمودن که ما شهامت و شجاعت دوستان رو به حساب دخل و تصرف نکنیم. درسته، این دوستان شما بودن جناب سبزواری و عزیزان نیروهای مسلح بودن، با همگتاران خودشون صحبت کردن، گفتن شما سوگند خورید. من مخصوصا دو کلیپ قبلی شما به صراحت گفتید هموطن همگتار پیام به نیروهای مسلح، شما سوگند خورید برای حفظ جان و مال و ناموس مردم دفاع بکنید، از رژیم میخواد دفاع بکنید. اینجا اینها بود که عزیزان لغو دستور کردن، تمرد کردن و حتی ترک پست کردن. با کمال تاسف تعدادی هم از دوستانمون در گرفتار هستن. سپاسدار هستم آقای سبزار. پوزش میخوام مانی عزیز، اگر سوالی دارید مطرح میخواد بکنید بفرمید از آقای سبزار. درود عرض میکنم یکی از دوستان چون خودشون نتونستن، یعنی اینترنتشون یاری نمیکرد، سوالاتی داشتن. اگر اجازه بدین من چون جناب سبزواری هستن درود بفرستم بهشون و این سوالاتو بپرسم. یکی از عزیزان پرسیده که مردم از چه ساعتی فکر میکنید وارد خیابون میشن و نحوه ورودشون باید به چه صورت باشه، یعنی به چه صورتی مردم باید ورود کنن؟ جناب سبزواری درود به شما. همین یه دونه بود یا سوالاتی بود؟ نه این بنده خودشون از ایران بود، اینترنتش نمیکشید، پیام فرستاده بود. منم ببینید بهترین ساعتی که شما بتونید کارمندا و کسانی که در ادارات هستن با خودت همراه کنید بستگی داره. اگه تابستون باشه به من باشه میگم 9 صبح تا الا ماشاءالله، چون 9 صبح اون گرمایی که هوا وجود داره و خستگی که همراه خودش میاره برای نیروی سرکوبگر خیلی زیاده. اینی که میگم 9 صبح نه اینکه انفعالش همون 9 صبح باشه، مجبور کنند اون نیرویی که سرکوبگره اون لباس سوسکی رو میپوشه تو اون گرمای 40 درجه و پوتین پاشه، هم از زمین داره حرارت میبینه هم از آسمون، از 7 صبح بیاد تو خیابون وایسه. وقتی 3 بعد از ظهر بشه دیگه تحلیل رفته و چون اگه سراسری هم باشه نیروی جایگزین وجود نداره، قطعا دیگه اون نیرویی که میبینید اونجا ایستاده کارایی نداره و برد با کسانی که میان تو خیابون. یکی از خوبیایی که انقلاب 401 داشت خستگی مفرط اینا بود که حتی رفته بودن آویزون نوجوانان شده بودن. یه بارم اومدن یه سری یگان بانوان آوردن توی خیابون و خیلی کارهای دیگه کردن و خودشون هم سعی میکنن ریسک این که نیروی خارجی بیارن کمتر بکنن، چون بین خودشون برخورد ایجاد میشه. الان ما 3000 نیروی انتظامی در زندان داریم به خاطر تمرد در دستور یا حرکت هایی که زده شده علیه نیروهایی که قلابلای اونا با لباس سوسکی آوردن. و این لباس سوسکی میگم منظور اصطلاح لباس ضد شورش هست که ببخشید من آرو عادت میگم، با این لباسی که میبینید این پلیس ضد شورش تنش میکنه، با اون لباس آورده بودن قاطیشون و برخوردهایی که پیش اومده بود 3000 نفر پرسنل نیروی انتظامی الان در سر تا سر کشور زندانی داریم، به اضافه این که خیلی ریزش ها در همونجور که شاهزادهم فرمودن خیلی ریزش ها در سپاه پاسداران است که خانواده هاشون رو دستگیر کردن و خودشون هم درگیر این موزل شدن. اینا بیشتر بیمشون اون نیروی اعتقادیه که الان ستونهای اعتقادیشون شکسته. پس بهترین ساعت چی میشه؟ ماوین 9 صبح تا 3 بعد از ظهر بهترین ساعتی که شما میتونی حرکت رو شکل بدی. 3 بعد از ظهر این جهت میگم که کارمندا میان تو خیابون و شما بخوای نخوای خیابون ترافیکه و میتونی بهره ببری از ستون ترافیکی که ایجاد شده. تردد نیروهای سرکوب کم هست، برترین میدان با جمعیت به خاطر اون ترافیک و اون سدی که ایجاد شده. در خدمتتون هستم. سپاسگزارم جناب سفر. سپاسگزارم از شما مانی جان، مایک در اختیار.
ممنون جان سبزاری. من حالا امشب اینکه اومدین من و این بارو با شما خیلی خوشحال شدم که حالا تشریف بود، اطلاعات خوبی هم به دست اومد. حالا بالاخره لابلای این صحبت ها ما حالا تا این مردم بخوام بیان که خیابون، حالا ما هم که بچه داخل هستیم سعی میکنیم حالا تا زمانی شروع که این اتاق رو برگزار کنیم. ازتون میخوام که شما تایمی اگه داشتین تشریف بیارین خیلی خوشحال میشیم. بالاخره هر شب یه نکته مثبت هم بین صحبت ها در بیاد به نظرم مثمر ثمره. و اینکه جناب سبزاری به نظرتون اصلا روی نیروی نظامی هم میشه اصلا فکر کرد اینکه همراه بشن یا نشن؟ سپاسگزارم. تموم شد مانی جان، ببخشید مانی گرامی. بله سپاسگزارم از شما، ببخشید من هنوز صحبت فرمایشاتتون تموم نشده بود اومدم. ببینید نیروی نظامی شرایط خاص خودشو داره. نیروی نظامی الان مثال خوبی در سطح جهان اتفاق افتاده. واگنرا اومدن بیرون خواستن پوتین رو سرنگون کنن دیگه، تا دم مسکو هم رفتن، ولی پاپس کشیدن. همون پاپس کشیدن امروز شنیدیم که فرماندهشون رو کشتن. نیروی نظامی یک
نگیره یا شک نگیره بدن اینا شناسایی نشن، دستگیر نشن. مثل همین دستبند مسخره که دستبند سفید ببندین و نمیدونم فلان کنه، هر کدومشون میان یه طرحی میدن که با جون بچهای مردم بازی میکنه. نه آقاجون، باید استراتژی داشته باشن. بعدم که میان تو خیابون، اون جوونی که میاد تو خیابون میدونه کجا بره، کجا قرار بگیره و چه کاری انجام بده. اینجوری نیست که بیان تو خیابون حالا پیاده رو سلانه سلانه بریم جمع شیم دوره هم، بعد بیایم مگه شعبده بازی یا بازی فوتبال یا چهارشنبه سوری ما خواهیم بازی کنیم بیایم راه بریم. ببخشید من یه ذره الان تعادل اون گفتمانیم هم دست دادم. نه اینا با جون بچه ها بازی میکنه. متاسفانه نه، من حرف خودم رو عرض میکنم. بچه ها باید همون جوری که عرض کردم اینا تیم ورک داشته باشن، بر اساس کاری که میخوان بکنن بیان برن قرار بگیرن تو اون جایی که میخوان قرار بگیرن، هدفی که برای خودشون مشخص کرده بودن. حرکت ملی قشنگ مشخص میشه کی هست، چه زمانی هست و چه حرکتی هست. حجمی که تو خیابون اتفاق میفته قطعاً به بزرگی هست که هر کسی بفهمه چه خبره چه خبر نیست. ولی اینی که مثلا شما بیای بری، حالا مثلا یه آقایی رو من دیدم اسمش هم بردم، همین آقای توکلی، برداشته رو تخت وایت فورد هم پیدا کرده جدیدن، خط کشیده بود از فلانجا بیاین فلانجا راه برید قدم بزنید ببینید چی میشه، یه هفته راه برید فقط. خب آقا یه هفته شما راه برید قطعا شناسایی میشی. بعد من دیدم تمام طرایی هم که زده بود همه رو می آورد از مرکز شهر به سمت خارج شهر هدایت میکرد، تمام فشار رو از روی مرکز شهر که قلب تپنده یک شهر ایشون میگرفت. خب اینا میشه استراتژی این آقایون. متاسفانه راهنمایی میکنن که به جون مردم بستگی داره و این تلفات هم، این همه ما زحمت میکشیم شبانه روز که تلفات بیاد پایین، متاسفانه این آقایونی که الان همه استراتژیست من شدن گن میکشن به همش میره. نه عزیز من، اونی که داری صدای منو میشنوی میخوای واقعیت رو بدونی، باید با برنامه و هدف مشخص بیای تو خیابون. اگه هدف نداری نیایی بهتره، چون جونت ارزشش از هر چیزی بیشتره. یک سرباز زمانی میتونه خوب بجنگه که خودش رو حفظ کنه. اگه قرار باشه سرباز بیاد خودش رو به باد بده فایده نداره. اگرم مردی حداقل قهرمان ملی باشی و بمیری، نه این که بیای الکی از دست بری. روزش میکنم از گفت کردم آقای سرباز. دوستان عزیز، جناب فریباز کرمی زن سکا خانم آرزو، در این مورد چه سؤالی که شما الان فرمودید، مشخصا در این مورد سه کلیپ ویدیو داره در سایت اینستاگرام سروان فریباز کرمی، حتما تشریف ببرید. ایشون هم برخلاف این آقای توکلی، حالا نمیدونم در یک جا با فلان کسا نشستن شدن استراتژیک و همینطور صحبت بکنن، اینو میتوانید در سایت اینستاگرام سروان فریباز کرمی زند سه بار، اونم تابلو داره، نقشه کشیده، توضیح داده، یک دو سه. اینو به عزیزمون بفرمایید همه مراجعه بکنه به سایتشون یاد بگیره. و من دوباره سوال میکنم، عمدن این سوال من میکنم که آقای سبزواری پاسخ بدن، شما عزیزان مخصوصا نیروهای مسلح در داخل ایران و شما عزیزان، اینو سوالم میکنم آقای سبزواری پاسخ بدن. جناب سبزواری، وقتی که مردم در خیابان ها هستن، اون نیروهای سرکوبگر که متاسفانه به غلط و به دزدی لباس نیروی انتظامی را پوشیدن، اونها نیروی انتظامی نیستن، اونها پاسدار هستن، برای اینکه بیشتر در مزان مردم مورد اتهام قرار نگیرن لباس نیروی انتظامی را می پوشیدن. اگر در لباس به هر لباسی مسلح هستن، مردم تشخیص بدهن، خود نیروها مسلح تشخیص بدهن اون یکی خیابان، اون شخصی که لباس نظامی تنش است و دستش اسلحه است ولی فارسی بلد نیست صحبت بکنه، عربی صحبت میکنه، قیافش هم به ایرانی ها شباهت نداره، تکلیف نیروهای مردمی ملی و نظامی چی هست؟ منظور نظامی خودمون، تکلیف اونا چی هست؟ آیا نیازی هست از فرماندهان خودشون کسب تکلیف بکنن یا چه کار باید بکنن؟
نه، طبق قانون ستاد کل نیروهای مسلح وقتی شما یک نیروی خارجی مسلح میبینی در برابر مردمت اسلحه کشیده، مجاز هستی خودروی عمل کنی و شلیک کنی. این در بعد خاک تو سر اون نظامی بکنن که بیسته یک عرب یا یک افغانی یا یک پاکستانی به هر سوی هموطنش تیراندازی کنه یا دست بلند کنه. این از این. دوم، مردم هم که میدونن باید چیکار کنن، مردم همون کاری رو بکنن که با عجمیان کردن دیگه. اصلا اینا بحث نداره، اینا اصلا جای صحبت نداره. یه آقایی هم هست اینجا، فکر کنم فیلم‌های هالیوودی دیده، دو سه بار من در کلاب‌هاوس شنیدم، میگه بریم راه‌های خروجی تهران رو ببندیم. بعد ایشون اصلا میگه من تهران رو نمیشناسم، بعد طرح استراتژیک میده برای تهران، میگه راه‌های خروجی رو ببندیم، هر نیروی سرکوبگر رو دیدیم چهار نفر بریزن روش، دستپاشو بگیرن خلاص سلاش کنن فلان. نه آقا، اینا همه فیلمه، اینا همه هالیوود. شما راه خروجی رو بستی، راه ورودی رو میخوای چیکار کنی؟ هلیکوپتر رو میخوای چیکار کنی؟ پایگاهایی که میشه از هوا بهش هلیبورد کرد میخوای چیکار کنی؟ آخه من نمیدونم. شما وقتی که بعد ازش میپرسن آقا زیرگذر داره نداره، تهران فلانجاش تونل داره تونل نداره، ایشون خیلی راحت میگه من تهران نمیشناسم. در تهران ور نمیشناسی غلط میکنی، برای تهران میای طرح میدی، استراتژی میدی، فتح تهران فلان. میخوای کیو به دام بندازی یا کیو به کشتن بدی؟ از رضا شاه دوم پرسیدن که آیا بایستی به تهران فقط تجمع کرد، ایشون پاسخشو به زیبایی، یعنی در واقع مانند یک فرمانده کل پاسخ دادن، فرمودن که قطعا همینطوره. ببخشید جناب مصطفی لو، قطعا همینطوره. اگه شما فقط تجمع رو بیارید تو تهران، خب نیرویی که در قم و قزوین و سمنان هستش میریزه تهران رو محاصره میکنه و قلقم میکنه. اصلا خودفروخته ای هم که باشه یا نیروی خارجی هم بیارن، خب وقتی بیان تو تهران یگانه تهران یارای مقاومت ندارن، چه برسه یگانه مردم بی‌دفاع. بس اینه که وقتی شما میخوای برای یه حرکتی طرح بدی باید شناخت کامل داشته باشی، ساعتها بشینی روی راه‌های خروج و فرار و تلفاتش و بالا پایینش فکر کنی، روی استراتژی بیای. روی حساب این که بشینی پای منقل و سیگار بکشی نمیتونی طرح استراتژی بدی. ببخشید دیگه، معذرت میخوام، یه جایی دیگه صدای ما اینجوری میشه. سپاسگزارم. ببخشید میشه سوال از ایشون بکنم؟ بعد چشم، الان من در اختیار شما قرارم. تا ابد جاوید شاه پاینده ایران. سپاس از جناب سبزواری، جناب آقای مصطفی لو، کاوه عزیز، مانی جان، ساموئل مزدک، بانو پانتا، شهلای عزیزم، دکتر سابق، آریایی جان، آیا اروند، کوروش و سایر دوستان که همراه من بودن. من از حضورتون مرخص میشم تا ابد جاوید شاه پاینده ایران. به امید آزادی ایران، برافراشتن پرچم شیر و خورشید در ایران عزیزمون. شب همتون خوش. در ضمن ادامه دار هست آقای مصطفی لو این اتاق، و من خوشحالم که جناب سبزواری تشریف داشتن، امیدوارم که آقای زندکریمی هم تشریف بیارن. الان می‌خواستم قول بگیرم آرزو جان، می‌خواستم قول بگیرم از جناب آقای مصطفی لو و جناب آقای سبزواری که ما هر شب این اتاق‌ها رو بذاریم تا روز 25 تا بتونیم راهکارهایی رو به مردم و دوستان بدیم، و همون فعالیت‌هایی که جناب سبزواری، من خب فریاد ایران و اینستاگرام ایشون رو من دیدم، و همون فعالیت‌ها رو بیایم اینجا توی کلاب هاوس بکنیم، و اونهایی که میخوان فعالیت بکنن بیان از این راهکارها استفاده بکنن. سپاسگزارم. بانو آرزو، میدونم شما دیر وقت هست و بریم بزنیم. اگر اجازه بدین من از حضور، با اینکه انقدر یعنی واقعا دوست داشتم، یعنی چقدر لذت بردم و چقدر عالی که هم جناب مصطفی لو هم جناب سبزواری عزیز، و ما به این اتاق ها واقعا نیاز داشتیم، ای کاش اینها قبلا هم برگزار میشد، ولی خب دیر نیست، برای شروع دیر نیست. شب همه عزیزان خوش. جاوید شاه پاینده ایران. جاوید شاه پاینده ایران. جاوید شاه پاینده ایران. جناب سبزواری عزیز و دکتر مصطفی لو، می‌خواستیم که ازتون قول بگیریم که ما تقریبا هر شب این برنامه رو، حالا از 8 شب به وقت اروپای مرکزی تا 10، این برنامه ها رو داشته باشیم که دوستان بیان از این برنامه استفاده کنن. تاپیک ها رو اسکجول میکنیم از قدیم، از قبل، و هر کسی که مایل باشه میتونه بیاد از قبل برنامه‌ریزی
بکنه و بیاد توی این اتاق ما. میخوام الان اینجا اوکی رو از شما بگیرم که خانم دکتر پانتا، پیوندی، شهلا جان و بقیه هم که روی استیج هستن حتما در کنارمون هستند و پیگیری میکنند. جناب آقای مصطفی و جناب سبزواری، دیگه ما بله رو از شما دیگه باید بگیریم دیگه. ببینید من عرض کنم خدمت شما، حالا بانو پانتا بیشتر میدونن. چشم، اگه وقت داشته باشیم اون ور برنامه نباشه، اسپیسی نباشه، فلانی نباشه، حتما خدمتتون میرسیم. فرقی نمیکنه دو طرف، بس این که در خدمت مردم باشیم. حالا هر جوری باشه چشم، من هر جوری بتونم به مردم کمک کنم کمک. اگر اسپیس هم داشتین اسپیستون منتقل میکنیم روی کلاب هاوس. خب دوستان میکنم، فکر کنم یه دورش یا دوستان کردن، حالا نمیدونم، اونم مشکلی نیست، ما در خدمتون هستیم، اصلا بحث صلاح دونستن نیست. اگه حرفای ما به درد میخوره و کارایی داره، باعث افتخار ماست بتونیم خدمتی بکنیم. اگر هم به درد نمیخوره دیگه به بزرگی خودتون ببخشید، ما اینقدیم بیشتر نیست. قطعا به درد، با توجه به کارهای میدانی که شما انجام دادید و ردپاتون در سال گذشته، خب ما بازخورده و اینا رو همه رو دیده بودیم، مشاهده کردیم و در سال گذشته، قطعا به درد میخوره. و شما شک نداشته باشین که اگر 50 نفر هم در اینجا بتونن به راهکاری مناسب برسیم، که خب عالیه. سروش مثل که میخواست صحبت کنه من یه نکته قبل از سروش جان بگم، من پوزش میخوام از سروش، من یه توضیح بدم. جناب سبزیواری اشاره کردن به اسپیس های توییتر. ببینید فضای توییتر مبارزان میدانی خیلی بیشتر هستن، کلا اصلا جمعیت بیشتره، بعد اینجا شماره تلفن میخواد، خیلی از عزیزان داخل ایران مشکل دارن تو فضا هستم و مرتبا هم اسپیس های میدانی هست که خیلی هاشون هم جناب سبزواری شرکت میکنن و خود بچه هایی که میدانی هستن هم مرتب کار میکنن و بسیار هم عالی کار میکنن. یعنی تکنیک ها، حرفا، اطلاعات اونجا، خوبیش اینه که هم تعداد زیاد میاد، هم تبدیل به توییت و متن میشه، هم میره تو اینستاگرام. حالا اگر دوستان تمایل دارن که اونها رو به این فضا منتقل بکنن، امکانش وجود داره، با هم میتونیم صحبت بکنیم که اون زمانهایی که میبینیم اونجا برنامه هست در این فضا هم پخش بکنیم. بالعکسش هم ممکنه، چون یه فرقی هم که این فضا داره، اینجا یه مقدار سیاسیون بیشتر هستن، افرادی که یه سری تجربه هایی کردن از قدیم و اونا ممکنه بیان در این فضا پرسش و پاسخ‌های رو مطرح کنن، چالش‌های نمیدونم فکری، استراتژیک و غیره که یکم متفاوته. اون هم اگر دوستانی توانش رو داشته باشن توی اسپیس توییتر پخش بکنن، این کانال میتونه توی این مدت کوتاه یه هم‌افزایی بکنه، اطلاعات در حد اکثر خودش پخش بشه. بله، من حالا ببخشید آقای سروش بفرمایید. بله، درود و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز و گرامی، هر کجای دنیا که هستید بهترین ها رو براتون آرزومندم، به امید فرارسیدن روزهای خوب برای مردم عزیزمون ایران. نکته که من بخواستم بگم، گذشت از این که به هر حال دوستان نظامی همینجا هستن، امثال آقای مصطفی لو و آقای شهرام سبزواری عزیز، این هستش که یک کلاه گشادی در انقلاب 1401 سر مردم گذاشتند و اون این بود که شعار ندهید، کسی رو صدا نزنید. بعدش هم دیدیم که تلاشایی رو انجام دادن برای اینکه شوراسازی هایی رو انجام بدن که در اون شوراسازی ها با به دست گرفتن اکثریتی به ناحق و نپذیرفتن ورود افراد جدید به اون شوراها، با حفظ اکثریت خودشون، خونها و جونهای شریفی که برای آزادی مردم ایران در کف خیابونها فدا شد رو به یغما ببرن، از اون سرمایه‌ای بسازن برای رسیدن به اهداف حزبی خودشون، احزابی که هیچ اکثریتی در اون داخل و داخل کشور ایران ندارن. فقط میخواستم به این نکته اشاره کنم که آلترناتیو رو مردم میسازند با صدا کردن. آلترناتیو رو مردم میسازند با صدا کردن، اون هم کف خیابونهای ایران. و امیدوارم چه جمهوری خواه چه پادشاهی خواه، این بار اگر کف خیابونهای ایران اومدن،
این آلترناتیو رو صدا بزنه که قطعاً و قطعاً خود شاهزاده رضا پهلوی هست و این بار نذاریم این کلاه گشاد سر بچه ها بره، سر مردم ایران بره، که اتحاد و حفظ اتحاد رو بیان ملعبه کنن برای اینکه نتونیم آلترناتیوی رو بسازیم و عده‌ای برن، یه کسی بره به مکرون بگه آلترناتیو نداریم، اون یکی خانوم بره بگه آلترناتیو نداریم و این عدم وجود آلترناتیو رو بازی کنن برای خاموش کردن این صداهایی که از داخل کشور برای آزادی خواهی بلند می شود. اون مردمی که داخل ایران کف خیابون میان هیچ اختلافی با هم ندارن، هدفشون هدف مشترک و گذشتن از سد استبداد جمهوری اسلامی و رسیدن به آزادیه و باید به این نکته توجه کنیم که اگر این نباشد جامعه جهانی یک سوال داره که اگر این جمهوری اسلامی نباشد چه کسی در آن کشور که قلب تپنده خاورمیانه است نظم را حفظ می کند و سر و سامان می دهد. اینجاست که اون آلترناتیو مهم میشه برای جامعه جهانی و اون جامعه جهانیه که باید این سازوکار و دولت و ساختاری که در آینده میاد رو بپذیره و وقتی که خلأش رو میبینه ناچار میشه که دوباره بره سر یک میز بشینه برای مذاکره با اون جمهوری اسلامی. نمیخوام بگم که با جمهوری اسلامی دیل میکنن، معامله میکنن، ثروتهای مردم ایران رو به یغما میبرن. خیلی ایدئال میخوام صحبت کنم. وقتی که اون آلترناتیوی نباشه و کسی نباشه که اون رو اون آلترناتیوی رو مردم نشون میدن، اگر این مردم این کار رو نکنن دوباره امثال کسانی که تریبون میتونن بگیرن و هیچ علاقه هم به این مردم ندارن یا بارها هم گفتن که ما خر شدیم و حکومت پهلوی رو براندازی کردیم و به زیر کشیدیم، هست ویدیوش میدونه کیو میگم و چیو میگم، میرن دوباره میگن که این آلترناتیو وجود ندارد به دروغ و اون خونها، اون جونها، اون سرمایه هایی که سرمایه های انسانی که کف خیابون های ایران از ترک و لور و بلوچ و ترکمن و اون تهرانی یا هر کس دیگه فدا شد رو خونش رو به یغما میبرن و به بیراهه میبرن. اگر این بار مردم اومدن کف خیابون، سردوهای ما برای توصیه به مردم باید این باشه که آلترناتیو رو صدا بزنید. چه پادشاهی خواه هستی چه جمهوری خواه، آلترناتیو تو صدا بزن و اونم رضا پهلویه. من مرسی دوستان، اجازه هست بله به من نفهمیدم کی درخواست کرد، هر کسی که بود دوباره بگه. بله بفرمایید. بله با درود به شما، درود به همه دوستان و عزیزانی که اینجا هستن و اطلاعات خیلی خوبی من از صحبت‌های آقای سبزواری شنیدم. بار اول هست ایشون رو در کلن اتاقایی که من میرم میبینم و شاید بار اول هست که چنین صحبت‌های میشنم و بسیار ممنونم از ایشون، صحبت‌های خیلی خوبی کردن، راهکارهای بسیار خوبی رو مطرح کردن و نشون میده که ایشون واقعا یک برنامه ریز و رهبر میدانی میتونن باشن یا شاید هم هستن. من هیچ آشنایی با ایشون ندارم، فقط صحبتاشون رو در این نیم ساعتی که توی اتاق بودم شنیدم. میخواستم نظرم رو بگم یا شاید به صورت سوال که ببینم با توجه به تخصصی که ایشون دارن آیا این نظر میتونه درست باشه یا اشتباه باشه. ببینید من فکر میکنم که اشتباهاتی که در این 44 سال ما مرتکب شدیم نباید دوباره تکرار بشه، چون جمهوری اسلامی سیستمش عوض نشده. جمهوری اسلامی همونیه که خمینی در سال 57 پاشو تو فرودگاه گذاشت، همون رژیم جنایتکار، همون رژیم تروریستیه که اون موقع بوده الان هم هست و متاسفانه کشورهای غربی به نظر من هنوز که هنوز این رژیم رو نشناختن و فکر میکنن میتونن باهاش معامله کنن و قرارداد بگیرن و یه جورایی مثلا از این جناب فرهاد در رابطه ما درباره عبور از جمهوری اسلامی اتاق درباره عبور از جمهوری اسلامی
ما کاری به آمریکا و چیزایی ندید. شما درباره عبور جناب شهرسواری و جناب دکتر مصطفی اومدن شخصا درباره عبور از جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم. بفهم. بله خب منم در همین ارتباط میخوام صحبت کنم. ببینید من حرفم این بود، حالا این مقدمه گفتم یعنی که این اشتباهات گذشته رو ما نباید تکرار کنیم. اشتباهات گذشته چی بوده؟ ببینید من میتونم نزدیک 10 مورد جنبش بزرگ مردمی رو از سال 57 تا به حال میتونم مثال بزنم. جنبش گروهی رو هم نمیگم، جنبش های مردمی که مردم واقعا ریختن تو خیابان و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی بودن و هر بار این جنبش ها سرکوب شده به دلیل اشتباهاتیه که مرتکب شد. یکی از اشتباهات اینه که مردمی که در خیابان میان، هوا که تاریک میشه برمیگردن میرن خونه هاشون. با رفتن به خونه ها حتی اگه 5 میلیون، چون بعضی از اتاقا من میرم میگن اگر 5 میلیون نفر بیان تو خیابان حکومت عوض میشه، اصلا اینجوری نیست. 5 میلیون نفر میان تو خیابان تظاهرات میکنن، شب میرن خونه شون، فردا نیروهای نظامی، نیروهای رژیم میان مراکز حساس رو تسخیر میکنن روی میدان ها. شما صبح از خونتون میاد بیرون میبینید همه جا نیروی نظامی است. حکومت به این حکومت، حالا حکومت تروریستی و مافیایی، ساختار خاصی داره. بعضی حکومت ها هستن با ریختن آبروی اون حکومت در بین کشورهای خارجی، کشورهای غربی، کشورهای آزاد، با ریختن آبروشون ضربات کاری میخورن. اما این حکومت اصلا ضربه پذیر نیست از این چیزا، به خاطر اینکه یه رژیم بی آبروه. این رژیم آبرویی نداره در دنیا. حالا شما آبروش رو بریزید چه اثری نداره. بنابراین تنها چیز همون حرکت در میدان هست به نظر من. یکی این که اگر مردم در روز خاصی میخوان توی خیابان بیاد، باید برنامه ریزی بشه که این بیرون آمدن خونه رفتن نداره دنبالش. باید خیابانها فتح بشه، باید خیابانها گرفته بشه. این یک مورد. مورد دیگه این هست که من فکر میکنم که کار مشکلی نباشه که نزدیک مثلا 500 نفر نیروی ماهر نظامی برنامه ریزی بشه و احتمالا هم هست. من حالا چون دوستان کار میدانی کردن، من اینو به عنوان بیشتر سوال دارم میگم، آیا این طرح آیا درسته، کار میکنه، اشکالاتش چیه؟ گرد آوردن و سازماندهی یک نیروی 500 نفره یا شاید حتی 1000 نفره هیچ مشکلی نداره و میتونه امکان پذیر باشه. در خیلی جاها هم اتفاق افتاده و این نیرو میتونه به عنوان یک نیروی نظامی کمک کننده به اون حرکت مردمی که میان در اون موقع توی خیابان میتونن حفاظت کنن و مراکز حساس حکومت تسخیر کنن. این حکومت با یک حمله غافلگیرانه به سرعت میتونه سرنگون بشه و نیروهاش میتونن از هم بپاشن و وحشت کنن و فرار کنن. تا بخواد اینا خودشونو جمع جور کنن تمام چیز از دست رفته. با یک حرکت غافلگیرانه به نظر من میشه ضربه ای به این حکومت زد که دیگه نمیتونه بلند بشه. اما اگر شما بهش فرصت بدید، زمان بهش بدید، مثل همین حرکتی که در انقلاب مهسا اتفاق افتاده و البته همچنان ادامه داره، ولی باید راهکار پیدا کرد. اگر بهش فرصت بدید خودش جمع جور میکنه و اگر بندازیدش توی ماراتونی که فکر کنید مثلا این نیروهاش خسته میشن، اون ماراتون ممکنه مردم رو هم خسته کنه. بنابراین اینجا این ریسک هست که حالا کدوم اینا زودتر خسته میشن. آیا واقعا رژیم زودتر خسته میشه یا مردم خسته میشن؟ اینی که به نظر من یک حرکت غافلگیرانه نظامی همراه با حرکت مردمی میتونه این رژیم رو سرنگون کنه و از هم بپاشه. یعنی اون ساختارش یهو کلاپس میکنه و از هم پاشیده میشه و شما شاهد خواهید بود که خیلی هاشون میتونن فرار کنن. یه مثال مشخصش، من اصلا نمیخوام از این الگو استفاده کنم چون در سال 57 یه لحظه ببخشید، اگر ممکنه سوال مشخصی اگر هست بفرمایید، چون بعد ما این اتاقها رو مرتبا خواهیم داشت و به صورت چالش فکری و پیشنهادهای خودمون میشه از این وقتی که این طرحی که به نظر میرسه. بله بله، من طرحی که به نظرم میرسه گفتم، شاید کسای دیگه هم گفته باشن. من البته اینجا کاری نیستم، یک ایرانی هستم و دلم برای وطنم میسوزه. مطرح میکنم ببینم نظرات دوستان متخصص چیه و در جمع‌بندی. ببینید در جمع‌بندی من میخوام برگردم به سال 57 که اون حرکت ارتجایی
که ایران رو 1400 سال به عقب برد، ولی از نظر تغییر حکومت، اون تکنیک تغییر حکومتش رو من میخوام مثال بزنم. ببینید حکومت ضربات بسیار زیادی از این ارتجاییون خورده بود، از جمله مثلا سینما رکس، از جمله خیلی اتفاقات دیگه‌ای که افتاده بود و شاید اشتباهاتی هم شده بود در مقابله با اینها، ولی ضربات خیلی زیاد بود و پادشاه کشور که نقطه اتکا بود ایشون از کشور خارج شده بود، اما همچنان حکومت عملیات خودش رو میتونست انجام بده، حکومت سرپا بود تا زمانی که روز 21 بهمن ریختن و شروع کردن به گرفتن پادگان ها و اسلحه به این نیروها پخش شد. اونجا بود که سیستم از هم پاشید. من نمیخوام شباهت رو بگم، میخوام بگم که نوع تغییر حکومت در ایران حداقل ما دیدیم در سال 57 چگونه اتفاق افتاد. همون اتفاق باید بر ضد این ارتجاییون و آخوندهای جنایتکار باید به نظر من بیفته. در یک روز خاص به مراکز نظامی باید حمله بشه و تمام این جنایتکارا از وحشت فرار خواهند کرد و این سیستم از هم میپاشه یا مثلا رادیو تلویزیون فتح بشه. فکر نمی‌کنم کار سختی باشه با داشتن یک نیروی 1000 نفری مسلح. ممنون از وقتی که دادید. مرسی جناب سبزواری. اگر توضیح بله اگه اجازه بدین، اولا سپاس از شما. بنده سربازی بیش نیستم، نه طراحم، نه برنامه‌ریزم، نه رهبر میدانی، نه این القاب. سعی میکنم فاصله بگیرم که درست بتونم کار کنم. عرض کنم خدمت شما همجور که سروش گرامی گفتن، ایران قلب تپنده است برای خاورمیانه. اروپا یا آمریکا یا هر جای دیگه میاد بین بد و بدتر رو انتخاب میکنه. هرج و مرج، یه اتفاقاتی که در عراق و افغانستان افتاده، یا اینکه فعلا با همین کجدار مریض رو طی کنه. این از وضعیت سیاست خارجی اروپا. شما در مورد اینکه مردم چگونه بیان بیرون و اینا صحبت کردین که جمعیت بود یک کشور کنم. من نوشتم بله جمعیت بایستی اصلا هدفمند بیاد بیرون و بدونه میخواد چیکار کنه، از قبل طراحی شده حرکتشو منسجم کنه و بیاد بیرون. یه جای دیگه آقای سروش اشاره کردن که کلاه گشادی رفت. اتفاقا من خیلی خرسندم که این اتفاقات افتاد. وزن کسایی که میامدن ادعا میکردن در برابر شاهزاده مشخص شد که هیچ جایگاهی ندارن و هیچ قربال یا هیچ سرین یا هیچ توضیح من و شمایی نمیتونست مثل این صافی که اینا رو صاف کرد و به دور ریخت مشخص کنه ماهیت ضد میهنی این افراد. این از این. دوست گرامی جناب فراد، شما میتونی یه سرچ ساده بزنی فتح تهران یا تسخیر تهران در سال 73، مانوره البته مانور تسخیر تهران در سال 73 تیپ نوهد. در سال 73 زیر دو ساعت تهران فتح شد به دست چند تا، یه تقریبا میشه گفت یه گروهان تیپ 65 که با لباس مبدل و بدون سلاح تمام یگانها رو خل سلاح کردن، مرکز حساس رو گرفتن، رسیدن به بیت عنکبوتی. بیت عنکبوتی گفتن که نه. اتفاقا دلیل کشته شدن صیاد شیرازی با اینکه زب در ولایت بود همون مانور 73 بود. اگه دوستان فکر میکنن که مثلا مجاهدین یا منافقین راهشون باز شد و رسیدن تهران و اونو در خونش کشتن، سخت در اشتباه. چون طراحی اون کارو کرده بود و بیم کودتا داشتن کشتنش. یه نکته رو ریز بهتون اشاره میکنم دیگه خودتون تا آخرش برید ببینید. اگه خاطرتون باشه دانشجوها در پارکینگ دانشگاه شریف گیر کرده بودن، به طور معجزه آسای از اون پارکینگ دانشگاه شریف نجات پیدا کردن. این میتونه اون پاسخ شما باشه که چجوری اون بچه ها اومدن ویرون، یا اون نیرویی که حالا دوستان ما هستن یا نیستن وجود داره یا وجود نداره. خیلی کارها شده در 401. ما یک مانوری داشتیم که تقریبا میشه گفت آمادگی پیدا کردیم برای یک کار بزرگ.
اگه شما در میدان جنگ هم تجربهشو داشته باشید که قطعا با سن و سالی که دارید مشخصه، یا تجربهشو داشتید یا حتی مطالعه کردید، میدونید که نیروها برای بازیافت و ترمیم و پیدا کردن نقاط ضعف خودشون احتیاج دارن به یه مدت سکون و یه مدتی که بتونن از اون فاصله بگیرن و خودشون رو ترمیم کنه. ما هم که تجربه انقلابی به این وسعت رو نداشتیم. ضمن این که شما اشاره کردید ده انقلاب، بله 78 سه روز تهران در دست مردم بود، ولی مردم برای براندازی نیومده بودند. بعد از کوی دانشگاه خشمگین بودند و گرفتند و حتی نیروهای سرکوب به این شکلی که امروز وجود داره، تیپ امام علی و امام خمینی و فلان اینا، اصلا وجود نداشت، که آخر سپاه اومد وسط و یه سری اتفاقات افتاد که اون نیروی خشمگین دانشجوها رو جمع کردن. چه اتفاقات خاصی افتاد و گذشت. در سال 88 که 10 سال بعدش اتفاق افتاد، مردم اومده بودن دنبال رأی و اصلاحات. شاید اواخرش کار به براندازی کشید، نوع دیدگاه فرق کرد، ولی اصل حرکت از اصلاحات شروع شد. 96 ریسک علم خدا بود که میخواست علیه دولت روحانی کنند، مملکت رو از دست داد و یه دفعه با برخورد این که مملکت شاه نداره، حساب کتاب نداره، روبرو شدن و نتونستن دیگه جمعش کنن، که اون اتفاقات افتاد. در 98 هم باز همونجور دیگه نوع حرکت ها، نوع برخورد ها در 98 عوض شده بود. از 96 به بعد ما برای براندازی مردم بود اومدن بیرون، برای تغییر اوضاع اومدن بیرون. لیدر هنوز مشخص نشده بود، ولی امروز که بنده در خدمت شما با حرکت هوشمند شاهزاده و حرکت هایی که دیگه اتفاق افتاد، قطعا لیدر میدان و لیدر مردم، لیدری که در سطح جهانی مقبولیت داشته باشه و بتونه بره تو پارلمان ها صحبت کنه و حرکت منسجمی رو شکل بده، که ما هم سرباز میدونیم خودمون رو، سرباز ایشون و رهنمودایشون میدونیم، کسی رو نداریم بهتر از شاهزاده یا قوی تر. ایشون هم در نیروهای نظامی جایگاه خاصی دارن، هم در بین مردم. وقتی خود جمهوری اسلامی میاد نظرسنجی رو را میندازه، 90% به ایشون رأی میدن با توجه به اینکه زیر نظر خودشه، و ترس وحشتناک این آقایون از خاندان پهلوی که همه جوره دارن حرکت میکنن که یه کاری انجام بدن، مشخصه دیگه، مشخصه که کسی بهتر از ایشون نیست. و کابوس خامنه ای همین اسم پهلوی و خاندان پهلوی است. عرض کنم اینم که 44 ساله دارن میکوبن، نتونستن ارتشی که شاهنشاه درست کرده رو از قلب مردم بیارن بیرون. یعنی زمانی که ارتش توی منطقه وارد میشه، مردم به همون چشم ارتش شاهنشاهی بهش نگاه میکنن و امنیت و آبادانی رو پشت سر ارتش میبینن، نه سپاه پاسداران. تمام دردشون اینه. فکر کنم تونسته باشم مختصر پاسخها رو داده باشم و مطالبی که باید میگفتم تا اون حدی که باید میگفتم رو گفته باشم. ببخشید دیگه، بیشتر از این اجازه شو ندارم. من شخصا بسیار هیجان زده شدم و برداشتم اینه که جمهوری اسلامی که قاعدتا همین جا رو رصد میکنه، خودش یه واقعا ترس بزرگی به جونش افتاد. با اینکه شما خیلی با ملاحظه و فقط کلیات رو گفتین، من یه نکته خواستم بگم. اون مطلبی که شما در مورد دانشگاه آریامهر یا شریف صحبت کردید، من نمیدونم شما انقدر سرتون شلوغ بود، ولی اون موقع ما اسپیس داشتیم، منم که متخصص نیستم، ولی اون فضایی بود که هر کسی بتونه بیاد اطلاعات مفید رو در شیر بکنه، اطلاعات چک بشه درست و غلطش، و یه جریان این شکلی وجود داشت. کمکایم کرد این بالاخره این جریان. بعد توی مسئله آریامهر که خب من داشتم اون اسپیس رو تلاش میکردم که کمکی بشه دوستان بیان صحبت کنن، یکی از همکارانی که شما آمد روز بعدش و به من گفتش که مطلب مهمی بود، این اتفاق افتاد، ما رفتیم، حالا جزئیاتش یادم نیست، از اون سمتی که از یک در دیگری وقتی کارهایی کردن، و گفت فقط حیفم میاد که من میخواستم این اطلاعات رو اون روز برسونم و که یک حمایت مردمی از یک سمتی اتفاق بیفته، کار آسان‌تر بشه، بهتر انجام شه و سریع‌تر، ولی حجم
شلوغی اون فضای اسپیس انقدر زیاد بود و حدود 5000 تا مسیج فقط من دریافت کرده بودم که اون پیام میس شد. حالا من الان به ذهنم رسید چون چند بار دیگه هم گفتم کسانی که مدیریت های این شکلی میکنن، حالا خیلی فیک هم داریم البته شما خودتون میدونید، من که دیگه قرار من که نمیکنم دیگه این کارو چون فضای اطلاعاتی که سوار نیستم روش که بتونم با راحتی این کار بکنم، ولی هر کسی که این کار میکنه از دوستان خواهش میکنم فضای اطلاع رسانی مثل کلاب هاست، مثل اسپیس ها رو برای بیانیه دادن، برای شعار دادن، برای تخلیه هیجانات استفاده نکنید. این یک مثالیه از نمونه‌ای که ما الان شاهدش رو داریم. جناب سبزواری میگن این اتفاقی بود که افتاد و خود اون فردی که اونجا بود به من گفت ما یک حمایتی احتیاج داشتیم و میس شد به خاطر اینکه حجم آدم ها خیلی زیاد شده بود و خیلی هاشون میومدن فقط بیانیه میدادن، فقط شعار میدادن، فقط هیجان خالی میکردن. یه خورده باید تمرکز اعصاب توی اون زمان باشه و بلاک نکنیم بزرگانی مثل جناب سبزواری، جناب مصطفی‌آلو و کسانی از این دست بتونن اطلاعات دقیق و لازم رو دریافت کنن، مجبور نباشن هزار تا مسیج پاسخ بدن یا بیانیه ها رو بشنون. اینم تجربه منه، ببخشید شاید یه کمی غیر مرتبط بود. نه درست فرمودین، ببخشید میونی کلمتون. عرض کنم که ببینید اون دوست ما حالا اشتباه کردن به شما گفتن، حالا نمیدونم چرا اصلا گفتن، ولی خب گفتن دیگه. عرض کنم ما اونجا اگه خاطرتون بله بله میدونم اینا، عرض کنم خدمت شما، ما اونجا اون راه که باز شده بود حمایت مردمی رو میخواستیم که اومده بودن اونجا، میخواستیم اونا رو بکشیم بیرون، اون حمایت رو نمیتونستیم هدایت کنیم، یعنی ما باید جمعیت رو هدایت میکردیم، قاطی بچه ها میامدن بیرون. میدونه چه عرض میکنم؟ همه رفته بودن در اصلی ولی در پشتی باز شده بود و دیوار اصلا ریخته بود، دیوار پشت دانشگاه آریامر. اون حمایت نبود، اون پوشش جمعیت اگه بود خب قطعا خیلی راحت تر بچه ها می آمدن بیرون. حالا دیگه اومدن بیرون و تلفات خیلی کمی داد و خیلی خوشحالم از این قضیه که اون اتفاق افتاد و بچه های مردم سعی سالم رسیدن خونه هاشون. چقدر زیبا، چقدر زیبا جناب سبزواری. دوستان عزیز وقتی که تصویر منو میبینن تصور میکنن که فقط من یک آنکولوژیست یا یک اپیدمیولوژیست هستم. بعضی ها میشناسن منم یک سرباز هستم، اما امروز به راستی از کلمه غرور استفاده نمی کنم برای اینکه هنوز کشور ما اشغال هست. چقدر زیبا، مخصوصا پانتای عزیز یک سوالاتی میکنن و شما به یه سوالاتی پاسخ میدهید که من باز پرواز میکنم. دوستان عزیز، دکتر پیونده گفتن که این میدیای مادر، من نمیگم فضای مجازی کلاب هاوس و اینستاگرام و توییتر جایی نیست که فراخوان داده بشه و از این حرفا. چرا؟ برای این که حریف همیشه مترصد است. در پروفایل من همین جمله است فقط، میره مهندسی معکوسشو میکنه، این یکی تازه اون تر سوخته میشه، این کاری که باید انجام داده بشه سوخته میشه. و خب دوستان خوبم عزیزان با اون کاری که در اون شرایط ویژه بوده خب تونستم باز با راهنمایی، البته همه اونها رو علنا نگفتن، یه مقدار هم خب اونطوری که خودشون میدانستن بعضی از اطلاعاتی که واضحی ندن، فقط گفتن که یک همچین چیزی بود، نیاز به حمایت مردم داشتیم. آفرین. و البته یه چیزی رو بگم، خوشبختانه یه تعدادی رفته بودن، اما اون سیل جمعیتی که میتونست خیلی موثر باشه نرفته، ولی یه جمعیتی تونسته بودن به اونجا برسن خوشبختانه، تا جایی که من به من گفتن. آقای فرهادی، آقای فرهاد، هموطن بسیار عزیزم، من مطالب شما رو شنیدم و خب جالب بود، اما برای اینکه اطلاعات بیشتری میخواهید داشته باشی، داشته های خودتونو با اونهایی که میخواه بیاموزی مراجعه بفرمید به سایت های ستاد مشترک عملیاتی در اینستاگرام، در فیسبوک و در تلگرام. سایتیست به نام فریاد ایران، چون در داخل ایران بیشتر اینستاگرام و تلگرام رو نگاه میکنن، اونجا مراجعه بکنید.
مخصوصا سایت سروان فریبرز کرمی زن، بالای 1 میلیون نفر دارن از ایشون یاد میگیرن. در سایت سروان فریبرز کرمی زن تبلیغات تجارتی که نیست و ما دوست هستیم، ما با هم هستیم. نه اسم آقای سبزواری رو میاره، نه اسم دوستان دیگر، نیروهای دیگر، اسامی دیگر. فقط اون تو که باید انجام بدهد، اونم به صورت سمعی بصری، یعنی صوتی و سماعی، اینطور بگیم، یاد میده. مخصوصا آقای سبزواری، شما لطفا گوشتون رو لطفا بگیرید. من میخواید یادم هست در یه نشستی بودیم یا در یک صحبتی بودیم، آقای سبزواری گفتن که در نیمه دوم شهریور یه اتفاقاتی میشه، اتفاق میفته، یعنی 3 ماه مونده بود، یعنی یه برآورد نظامی. برآورد نظامی خیلی مهمه. این پیغام رو به مستقیم غیر مستقیم و علازت من عرض کردم قربان. شما قبول میکنید 2 روز 3 روز پش و پیس این اتفاق پیش افتاد؟ به ایران قسم، به دریاچه رضای قسم. دوستان عزیز، بایستی از افکار مردم، از هوشیاری دوستان عزیز. خب جناب سبزوار خودشون که یک نظامی بودند و هستن، پدر گرامیشون هم یه خلبان، خلبان نیروی هوایی شاهنشاهی، یعنی در خونشون، در ذاتشون هست. یعنی از بچگی که در کلاس اول بوده، اون شگرده ها، آموزش ها، تاکتیک ها، استراتژی های نظامی را در منزل از پدر محترمشون یاد گرفتن. بنابراین امروز هم این همه ایشون اینجا در روم تشریف دارن. نمیدونم، شاید به احترام خیلی ایشون فرصت زیادی معمولا نداشتن و امروز خیلی خوشحال کردن برای اینکه ما در استقبال گرامی داشته یا اقدامات لازم سالگرد انقلاب مردمی هستیم. ایشون اینقدر تشریف بودن به وقت، ایشون هم خب دیر وقته و شاید هر به هر حال چقدر خوشحال هستم. من پیشنهاد میکنم دکتر پیوندی عزیز و آقای ساموئل گرامی، خب خیلی لطف کرد آقای ساموئل، یک نویسنده و تحلیلگر و در این حال یه وطن پرست هستن، که شهبانوی گرامی هم ایشون رو مورد تفکر قرار دادن. من این تا این حد شما تصور نفر، من افسر اول اطلاعات امنیتی هستم، بعد یک پزشک. اینو خواستم به عرض شما و دوستان برسنم. از فرصت استفاده بکنیم، از حضور آقای فریبرز کرمی زن مزد بخوام، از آقای ایشون هم هر روز دارم کلیپ میذارن در سایت خودشون و در جاهای دیگر میپرستن به ما، منم میپرستن به دوستانم و آقای سبزواریشون هم در ستاد میذاره. ولی این الان زنده داره. سوالات نظامی، تاکتیکی، استراتژیک دارید، از آقای سبزواری بپرسید. من نمیتونم بگم چون حساب من فرق میکنه. شما بخواهید که چه روزهایی کجا در توییتر، در اسپیس، در کلاب هاوس ازشون بخواهید. فقط خواهشم این هست که اگر ایشون تشریف آوردن، مانند روم نظامی اداره بشه، یک نفر یا دو نفر مدیر هستن، یکی چک کنه به اصطلاح اون بچانه رو، سوالاتشون رو بکنن، ایشون پاسخ بدهد. یادم هست در روزی که در کلاب هاوس بودیم، عزیزان بودن، جناب سبزواری و جناب فریبرز و دوستان دیگر، یکی گفت من یه سوال چالشی دارم، یادم هست. خب طب من گفتم بفرمید. دیدم که به صحرای کربلا میخواد بره. آقای سبزواری سریعه در تصمیم گیری و صحیح هست، یعنی یک تصمیم گیر سریع و صحیح نظامی. سریعا تصمیم گیر گفت آه اینجا روم نظامی هست، این هموطن عزیزمون متوقف شد. پس روم هایی که گل میدن آقای سبزواری تشریف بیارن، دکتر پیوندی عزیز، من پیشنهاد میکنم شما و دوستان دیگر چه تصمیم دهید، مدیریتشون رو به اصطلاح همراهی بفرمید. فقط به شکل پادگان انضباط و اون دیسپلین رو رعایت بشه که بیشتر بتوان از طرز آموزش و یا اون اطلاعات و رهنمونت هایی که آقای سبزواری میدهند
بیشتر دوستان به نظرشون بیاد. من هم ایمیل سایت هایشون رو گفتم، دوستان برن نگاه کنن. خیلی خوشحال هستم من. من مایک میبندم، اگر دوستان فرمایشی دارن به آقای سبزواری به سوالاتی دارن بپرسن، فرصت داشته باشین پاسخ میدم. قبل از اینکه دوستان سوال بپرسن، من اینستاگرام و یوتیوب جناب سبزواری رو گذاشتم در این گروه تلگرامی که این بالا قرار دادم، شما جوین بشین. هم اطلاعاتی که ما رد و بدل میکنیم بین خودمون بچهای پادشاهی خواب وطن پرست اونجا ما قرار خواهیم داد، هم مسائل و اطلاع رسانی هایی که مثلا در خصوص سایت جناب، صفحه جناب سبزواری، هم اینستاگرامشون، هم یوتیوبشون، یا هم سایر مسائل دیگه، و هم با هم تشریک مسائل میکنیم، هم فکری میکنیم، طرح میدیم، ایده میدیم، با همدیگه راجع موضوعات میتونیم اینجا صحبت کنیم. کانال بالا رو جوین بشین که حتما یوتیوب جناب سبزواری و اینستاگرام ایشون رو هم دنبال کنید. خب خانم دکتر پیوندی در اختیار شما. خواهش میکنم، فقط میخواستم نوبت ها رو بدم، اگر اشکالی نداره از خانم فرخزاد یه عذرخواهی کنم. مهدی چون داخل ایران هست ابتدا سوالش رو یا نظرش رو بگه، بعد شما رو میشنویم. بفرمایید مهدی جان. درود، درود بر وطن پرستان، ایران دوستان، دغدغه مندان ایران. یه تشکر از جناب سبزواری و جناب مصطفی‌لو، بقیه دوستان مدیراتورا، یه تشکر تشکر میکنم و خسته نباشید میگم. دمتون گرم. دقیقا کار سازنده اینه راجبه اینجور مسائل صحبت بشه، راهکارهایی رو بتونیم یاد بگیریم. حالا بالاخره هر حرکتی یه سری نواقصی داره، بتونیم نواقصمون رو کمرنگ کنیم، نقطه قوتمون رو پررنگ کنیم و این سری اومدیم بیرون دیگه کار رو یه سره کنیم. خیلی خوشحالم، خیلی استفاده کردم، پایین داشتم واقعا لذت می‌بردم. ولی خب یکی اومد بالا یه سری صحبتایی کردن از به اصطلاح گفته از 57، من ده ها خیزش و ده ها حرکت و جنبش رو میتونم نام ببرم. نه، این خبر نیست. واقعیت داستان اینه که از سال 96 آغاز شد، استارتش خورد، زمانی که مردم گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا، و تا به امروز هر سری که بیرون اومدیم موفق تر بودیم، بهتر بودیم، نتایج بهتری گرفتی و تونستیم روز به روز توی این مسیر پیشرفت کنیم. این صحبتایی که میشه 44 سال مبارزه کردن و این داستان، نه، جامعه آماده نبوده، جامعه هنوز دنبال اصلاحات بوده، دنبال گذر نبوده، خیلی مسائل دقیق بوده. خواهشن این دروغا رو نگید، ما رویمون با این صحبت ها ضعیف نمیشه، قوی تر هم میشویم و دقیقا میدونیم چه اتفاقی افتاده تا به امروز، از کی استارتش خورده، جامعه به چه شکلی آماده شده. تغییرات رو دیدیم، حضور داشتیم، بیرون گود نبودیم فقط بشنویم، وسط گود بودیم و حضور داشتیم و با گوشت و پوست و استخونمون حسش کردیم. و امروز واقعا جای خوشحالیه که همه چی مهیاه، همه چی مهیاه که تموم کنیم کار. اینو به جرات میتونم بگم، هم مردم از لحاظ روحیه، هم از لحاظ انگیزشی توی سطح بالایی قرار دارن و فقط اون جرقه بخوره و دیگه کارو بتونیم یه سره کنیم. به امید آزادی ایران. ببخشید یا صحبت کردن، بازم هم یه دستمریضا میگم به کسانی که دارن توی این مسیر زحمت میکشن، از مدیراتورای اتاق گرفته تا جناب سبزواردی و جناب مصطفی‌لو عزیز و بقیه دوست، دمتون گرم، درود به شرفتون، ممنونم. گوشیه خیلی ممنون جناب سبزواری، اگر کامنتی دارید بعد از صحبتشون بفرمایید، یا جناب مصطفی‌لو، اگر نه که خانم فرخزاد عزیز رو بشنویم. خواهش میکنم ایشون رو بشنویم. سپاسگزارم من ایشون رو بشنویم.
بله خانم فرخزاد خیلی خوش آمدیم، بفرمایید. خانم آلاله تشریف دارید؟ خب گویا نیستن. دوستان این فرصت غنیمت، هر سوالی که دارید از عزیزان متخصص مسائل نظامی بفرمایید. از سکا خانم شعلام صحبت نکردن، از ایشون سوال بفرمایید، سوالی نظری دارن؟ بله خانم شهلا صحبتی سوالی نظری بفرمایید. خب دوستانی که صحبتی دارن در ادامه لطفاً با زدن مایک به من نشون بدن. بانو پانتا اجازه دارم دوستان تا بیان سایی؟ بله. من یه متن رو بخونم، سپاس احمد. هموطن اگر ناراضی هستی و نگران و به دنبال تغییر شرایط، از امروز از خودت شروع کن، به دیگری بپیوند، درد اون درد توست، نظارگر نباش، بی تفاوتی چاره کار نیست، نگو چه کنم، فقط یارگیری کن، یکی شو، اعتراضات اعتصابات را آغاز کنید، هر شب ادامه دار، در کنار همدیگر میریم برای سرنگونی. درود به همتون. خیلی ممنون. فکر میکنم که اکثر دوستان صحبت ها رو کردن، سوالات رو هم پرسیدن، فقط اگر فکر میکنید نکته ای باقی مونده بفرمایید. من خودم هم با توجه به رشتم آقا من درود عرض ادب و عذرخواهی میکنم، بی ادبیه، من درود به همه از اون شهرام سبزوار گرامی، آقا عذرخواهی میکنم. کوروش یه دقیقه بیا از اتاق بیرون. آری بلند شید بیاید اتاق، خصوصی کارتون دارم. یه دقیقه کوروش درخواست من، عذرخواهی میکنم از همه توی اتاق، معذرت. خواهش میکنم. من فقط میخواستم بگم منم رشته پزشکیه، توی رصدی که کردم، حالا مطالعه اون چیزی که بوده، توی اطلاعاتی که لازم بوده، البته دیگه همه تکرار شده گفته شده، ولی اگر کمک لازم بود در این زمینه من هم میتونم کمک کنم. توی اسپیس ها و توی اینجا هم تا جایی که شده من اطلاعات مربوط به روش های در واقع برخوردهایی که میشه و چه کار بکنن رو گفتم. حالا اگر توی اسپیس های دیگه لازم بود من تکرار میکنم با توجه به نیاز. شما لطف دارید، ما خدمت شما رسیدیم، واقعا از زحمات شما سپاسگزاریم. اگر سوالی نیست، اگه دوستان، اگر اجازه بدید من یه سوال دارم. خواهش میکنم. من یه عرض ادب بکنم خدمت همه عزیزان دوستان و استفاده کردم واقعا شهرام گرامی. عرض به خدمتون که سازماندهی عزیزانی که زخمی میشن یا تحت شرایط روحی خوبی نیستن در حال حاضر، حالا زخمی که مطمئنن تا امروز برطرف شده، حالا غیر از مسائلی که در ایز اتفاق افتاد، آیه شهرام گرامی به نظر شما امکان پذیر هست که این پزشکان، چون یک بار این کار انجام دادن، یک چند تا پزشک عزیزی اومدن این ارتباطات رو گرفتن، ولی متاسفانه فکر میکنم که دستگیر شدن، اتفاقات ناخوشایندی برشون افتاد. آیا امکان سازماندهی پزشکان برای کمک، چون میدونید که با مجوز نمیشه در بیمارستان عزیزان زخمی یا حتی ببخشید یا حتی افرادی که از لحاظ روحی دچار مشکل شدن، میشه همچین کاری رو انجام داد؟ یعنی شما نظرتونی که این کار شدنی هست؟ سپاسگزارم. ببینید همونجور که فرمودید یه تعدادی از پزشکان گرامی مثلا هم بانا آیلار حقی یا اون پزشکی که از زاهدان بود این کار رو انجام دادن. متاسفانه دارخونه، یکیشونو دارخونه فروخته بود، اونجوری که بررسی میدانی شد و صحبتایی که شده بود و اینا، میگفتن دارخونه فروخته، یکیشو تو تعقیب گرفته بودن، یعنی تعقیبش کرده بودن که مثلا این کجا میره، پشت سرش رفته بودن، رسیده بودن به دارخونه، بعد موقع برگشتش بوده این اتفاقات افتاده، و یا شناسایی محل کار بوده، مال خانم حقی شناسایی حفاظت اطلاعات محل کارش بیمارستان بوده، متاسفانه این اتفاقات افتاده. هوشیاری و رازداری میتونه ترفندی باشه که این عزیزان رو نجات میده. سازماندهی هم باید عزیزانی که تو حرفه پزشکی مهارت دارن و میدونن چی کار بکنن،
بیان راجع به سازماندهی و چگونه اینا خودشونو پوشش بدن قرار بدن، چون من نمیدونم مثلا دو تجهیزاتی که برای بستن یک زخم چیه چیا نیاز دارم. من میدونم مثلا بند کفش تو در بیار، یه چوب بذار لاش ببوش دور پات مثلا یا دستت که زخمی شده، من همینقدر میدونم. ولی خب اون که پزشکه یه جور دیگه میدونه، مثلا باید بره بتادین بخره، باند بخره، گاز اسپریل بخره. خب اینا همینا خریدنش تو این شرایط قطعا کسانی هستن در داروخونه ها، من خصوصا داروخونه های دولتی و شبانه روزی، میدونن این وسایل وسایل زخم بندیه. سازماندهی اینجوری میشه که امروز ما فکر فردامونو بکنیم، این طول عمر اینا رو بسنجیم و کیفای کمک های اولیه همونو پر کنیم از اون موادی که باید همراهمون باشه، وسایلی که همراهمون باشه تا زمانش برسه ازش استفاده کنیم و بیگدار به آب نزنیم، دوچاره نریم موقع خرید لو بریم، نریم موقع امداد رسانی مشکل بخوریم. اینا رو من میتونم توصیه کنم، ولی بیشتر از این تخصص من نیست. دوستان پزشک اینجا هستم، من جسارت نمی کنم در حضور این عزیزم. این خیلی مهمه. کاش که منم داشتم از کنم فکر میکردم که کاش که کسانی که میدونن که به خیابان خواهند را از پیشتر یه سری از لوازم ضروری رو آماده بکنن، مثل گاز استریل، باند، تیغ جراحی، نخ بخیه، بتادین، دستکش، اسپری سالبوتامول، اسپری کورتونی. من پیشنهاد بدم خدمتون، ببخشید میونه کلمتون، این تجهیزات شما به صورت لیست اگه منتشر بکنید، به صورت یه بنر اگه منتشر بکنید، خیلی ها قبل از اینکه اتفاقات بیفته خریدشو میکنن، حالا به وسیله خودشون یا دوستانشون یا خورد خورد که حتی شناسایی هم نشن، یه روز میره تیغ میخره، یه روز میره نخ بخیه میخره، از جاهای مختلف میتونن این کارو بکنن. یکی این که حفاظت گفتار خیلی مهمه، اون سربازی که در اکباتان لو رفته و گرفته شد و الان جزء پرونده اکباتان هست، حفاظت گفتارش رو رعایت نکرده، یعنی خودش رفته برای یکی از دوستان دیگه‌اش تعریف کرده که من بودم اونجا این اتفاقات افتاده که باعث دستگیری شده، اون دوستش رفته لوش داده. متاسفانه این مورد رو هم داشتیم. بله مانی جان، من یه کوچولو از حرفم مونده، ببخشید. بعد اینو البته ما ویدیوهای دوستان ساختن که چیز کردیم، ولی اینم به صورت لیست و پوستر کار مهمیه، من سعی میکنم که سریعا هماهنگی انجام بدم اینو پوستراشو بسازیم. ولی یه نکته ای که هست اینه که در جریان قیام من یک دو مورد داشتیم که گلوله خورده بودن و خیلی وضعیت بدی داشتن، نمیدونستن چه کار کنن، ترسیده بودن. همینجا در کلاب هاوس، من یکیشون رو اینجا در کلاب هاوس بدون اینکه اصلا من بدونم کی هست، یعنی با هویت ناشناس اومد اینجا، یه دوستی واسطه شد اینجا، من براش توضیح دادم، هم آرامش بهش دادم هم توضیح دادم، گفتم این چیزها رو تهیه کن، پله به پله روششو گفتم و گلوله ها رو خودش در آورد و این میتونه اتفاق بیفته. یعنی اصلا مسئله امنیت یه پله هم اینجوری میشه حفظ بشه، اون کسانی که احتیاج دارن میتونن با هویت ناشناس بدون اینکه اطلاعات، هیچ اطلاعات شخصی نمیخواد، نمیدونم سن میخواد، هیچ چی نمیخواد، در آوردن گلوله هیچ اطلاعاتی نمیخواد، فقط یه سری روشا رو پله به پله به طرف من گفتم و این کارو انجام داد. همکاران ما هم میتونن از این شرایط استفاده بکنن، خودشون رو در اختیار عزیزان داخل ایران قرار بدن بدون اینکه اطلاعاتی بگیرن، راهنماییشون کنن که بتونن وضعیتشون بهتر کنن. بعضی از اینا واقعا دکتر رفتن یا بیمارستان رفتن هم لازم ندارن، ولی میترسن و میرن و مشکل میخوان. بعضی هم که لازم دارن و میترسن و نمیرن، وقت جونشون به خطر میفته. مادامی که با اکانت های ناشناس دارن کار میکنن و ما اینجا در خدمتشون هستیم، میتونن از ما اطلاعات به دست بیارن و کارهای درستی رو که لازمه انجام بدن. اینم آخرش به ذهنم رسید گفتم بگم. مانی جان بفرمایید. قبل از اینکه دوستمون صحبت کنه، بعد از حوادث اشخاصی که دچار بیماری های پی‌تی‌اس‌دی یا بیماری های مثلا ناشی از بازداشت ها یا حوادثی که برشون پیش اومده، من با تعدادی از روانشناسان بدون مرز و یه سری روانشناسانی که داخل ایران هستن که هنوز ناشناس هستن، حالا از طریق یه سری اساتید هماهنگ کردم که با اینها مشاوره بدن، چه آنلاین چه در محل اگر که تو محل باشن، که بتونن اینا رو آرام بکنن و
از اون شوک روانی خارجشون بکنن. میدونین که بعضیا وقتی که شوک روانی بهشون دست میده دیگه غیر قابل کنترل میشن و حتی ممکنه کارشون به خودکشی هم برسه. این هم بازم میتونم من یه مژده بدم که هماهنگی این کار انجام شده. بله خیلی عالی. من دوباره یه تشکر کنم آقای سبزواری که امروز اومدم و کاش دو ماه سه ماه قبل‌تر همدیگه رو میدیدیم آشنا میشه. من فالوتون کردم جناب سبزواری، امیدوارم حالا بعد هر موقع زمان داشتی یا شما یا هر موقع اسپیس داشتی ما بیاییم. امشب واقعا به نظرم یکی از اتاقهایی بود که حداقل تو یک سال اخیر مفید واقع شد از نظر من. ولی دوستان اگر اجازه بدیم یه پرسش، من این صحبتمو بگم 100% میگم، من میخوام ببندم صحبتمو. دوستان فقط اگه توجه کرده باشین صحبت‌های جناب سبزواری و همه دوستان منوط بر این بود که همون قضیه ثبات در خیابانه باشه. یعنی تمام این صحبت‌ها، تمام این راهکارها منوط بر اینه که اون خیابونه پر باشه. یعنی پلنی اگه قرار باشه بیاد و همون حرفایی که زدیم دیگه چند ساعت پیش، یعنی تمام نکته هایی که من نوشتم امشب دونه دونه برای خودم، غیر از این راهی دیگه ای نداریم. اگه این رو بتونیم با برنامه ریزی توی این روزایی که باقی مونده انجام بدیم، گسترش بدیم، واقعا ما میتونیم این پله خیلی بزرگی رو قدم برداریم به اون نقاط پیروزیمون بیشتر نزدیک بشیم. بازم ممنونم، تشکر میکنم، امیدوارم که شواهدی هم ببینم. چم سال دوباریم خواهش میکنم، خیلی لطف داریم به من. من فقط میخواستم یه خواهشی از بانو پانتها بکنم. بانو پانتها، کلیپ های ما رو قطعا دیدین، نمیشه ندیده باشین. لطف دارید. عرض کنم خدمت شما، من ازتون خواهش میکنم، خودتون یا دوستان پزشکتون، کلیپ های یا حتی صدا هم اگه پر کنید، این مراحل درمانی بچه ها رو بگید. ببینید، من یه یوتیوبری رو می دیدم در ترکیه مثلا دعواش شده بود، بعد اونجا اشاره کرد که مثلا من کلیپ فلانی رو دیدم، فهمیدم که وقتی باتوم طرفم میاد باید حمله کنم طرف یارو، با چوب میخواستم بزننش، این باعث شده بود که چوب مثلا تو سرش نخوره. این اگه شما صدا پر کنید یا کلیپ پر کنید، اینا رو اشتراک گذاری بکنید، ماشاءالله پتانسیل توییترتون هم خیلی عالیه، قطعا میتونید کمک بزرگی باشید به بچه‌هایی که کف خیابون هستن و خدای نکرده دوچار آسیب میشن. من از شما خواهش میکنم این کار رو انجام بدید، حالا خودتون یا دوستانتون هر کدوم که صلاح میدونید، و واقعا خیلی عالی. سپاسگزارم. بله چشم سبزواری، من چون کامپیوترم و اینا خوب نیستم توی ساخت اینا، من دوستان دیگری بودن که اطلاعات رو میدادیم، من اینجا مثلا درست اطلاعات و دقیق رو مینوشتم و اونا تبدیل به ویدیو و پوستر رو اینا میکردن. حتما بازم بیشتر از اونا تهیه خواهیم کرد. چشم. بله سامال جان بفرمی. گفتم که اگر که حالا اطلاعات و تصاویر رو برای من بفرستید، من میتونم کلیپ ها رو بسازم، مشکلی ندارم. یعنی من سیستم ادیت و تمام چیزا رو دارم، مشکلی نیست. حتی صدا بفرستید من میتونم آماده بکنم براتون. خب از اینجا اروند شما صحبت داشتید، بفرمایید. آقا درود دوباره. من از جناب آقای سبزواری یک پرسش دارم. منم خب سیستم نظامی ارتش و ایران رو میشناسم. خب اینم بچه تمایز روحی روانی نسبت با آموزش بین یه افسر ارتش ایران با یه افسر سپاه چیه؟ یعنی کلن اینا چه تضادایی با هم دارن؟ انداز روانشناسی، البته پرسش منم با توجه به این که شما هم تجارب خوبی دارین نسبت به این مسئله، به شناختی هم نسبت پاسدارا دارین، اینو اگه باز بکنید، منم به خاطر این مدت‌های مدیدی از ایران دور بودم، این اطلاعات رو ندارم. خب یه آنالیزی نسبت به این مسئله داشته باشه. سپاس. خواهش میکنم. ببینید، آموزش ارتش بر اساس ملی‌گراییه، بعد ایدئولوژی میاد وسط. قبلا هم اگه دیده باشین همون آموزشی که زمان شاهنشاه بود همینجوری بود.
ابتدا ملی‌گراییه، ابتدا نقشه ایرانه، ابتدا مرزهاست، ابتدا مردمن، خدمت به مردمه. یعنی اگه 10-9 حرف بزنن تشیم میاد که مثلا شما باید بشی سپر مردم، شما باید به داد مردم برسید، شما باید ایرانو حفظ کنید، شما باید. این میشه آموزش بر پایه ملی‌گرایی. ولی سپاه ابتدا ایدئولوژی بد ملی‌گراییه. یعنی اگه اون سپایی رو که گول میزنن میفرستن سوریه، بهش میگن اگه شما نری اونجا از حرم محافظت نکنی، فردا ایرانو باید دو دستی تحویل بدی. ببینید این حرم محافظت نکنی میاد وسطش، ولی اگه ارتشی رو بخوان بفرستن میگن اگه شما نری آن سوی مرزها دشمن رو سرکوب نکنی، فردا ایران دچار چالش میشه. ببینید تفاوت گویش رو دیدید؟ آن سوی مرزها نری دشمن رو سرکوب نکنی، ایران دچار چالش میشه. این اون حس ملی‌گرایانه رو به وجد میاره و وادار میکنه که آدم بره بجنگه. ولی به سپاهی میگن برو از حرم محافظت کن، اگه حرم از دست بره ایران هم از دست میره. این تفاوتیه که بین ارتش و سپاه وجود داره و ما باید روی اون سپاهی که اگر مقابل مردم وایساده، اون حس ملی‌گرایانه‌ش و اون حس خانواده دوستیش و اون حس مردم دوستیش رو بیدار بکنیم تا بتونیم ستونای اعتقادیش رو وقتی بزنیم میتونیم بهش چیره بشیم و بدون تلفات که نه، میتونیم راحت تر خلسلاش کنیم و در ارتش حلش کنیم. امیدوارم پاسخ گرفته باشید. سپاس از لطف شما. نه خیلی خوب مسئله، خیلی نکته اساسی اشاره کرد. سپاس. خب شهلا جان ظاهرا الان اومدم پای مایکشون، اگه که صحبتی دارم بفرما. بله، من درود مجدد میگم خدمت همه عزیزان، خسته نباشید که تا این دسته با ما بودن و جناب سبزواری دکتر مصطفی‌لو هم که رفتند. من چند بار اومدم صحبت کنم، یه خورده نت هم مشکل داشت. جناب سبزواری در مراحل اولیه اتاق، در ابتدای اتاق، با نارضی دو تا سوال کردن. شما سوال اول جواب دادید، سوال دوم رو یه خورده به طنز گرفتید. من اون سوالا رو پرسیده بودم. خب من فکر میکنم که برای کسی که نمیداند، مخصوصا کسی که مثلا توی قبل، خب در عواسط بود که تقریبا همه جمع شده بودن، بچه ها بیوستن، اونه که من میشناسم و خب خیلی از اون اول رفته بودن. خب این سواله، من فکر میکنم که اینجوریش نکنیم که فیلم های هالیوودی دیدیم. نه، ببخشید پوزش میخوام. من الان سوال یادم اومد، عرض کنم به طنز گرفتم، منظورم اون افرادی بود که میان مثلا تز میدن. من دقیقا میدونم شما چی فهمیدید. آره، یه وقت سوء تفاهم نشه، من جسارت به کسی نمی کنم. نه من سوال کردم، الانم باز همون سوال رو دارم ازتون که ببینید این دفعه فقط جوان ها نیستن که کف خیابون هستن. این دفعه پدرها و مادرها جلوی بچه هاشون ایستادن قطعا و کلی دادخواه داریم ما اینجا به تب. پس فقط این جوانه نیست. پس خب خیلی هم خوبه که بهشون بگیم که آقا از همون اول برید ورود کنید. خب من فکر میکنم بهتر باشه برای اون کسی که پدر مادری که نرفتن سری قبل، ولی این سری خواهند آمد. خب اینم اگر یه توضیحی بدین که فکر میکنم بد نباشه برای اون کسی که شاید اصلا برای اولین باره ورود میکنن به خیابون و نمیدونن، از اون استراتژی که شما میگید اطلاعی ندارن. این را هم اگر یه توضیح بدید من فکر میکنم بد نبوده. و من انقدر رؤیا میبینم که اخواب بلند شدم و تمام اینها کابوسی بیش نیست و یه دفعه ببینم برگشتیم به همون سالهای دوران خوش پهلوی و همیشه بگیم جاوید شاه و پاینده ایران. من منتظر صحبتاتون هستم. برجت دوستانی هستن که شاید اولین بار هست که ورود میکنن به خیابان هم. مرسی. خواهش میکنم جسارت نبینید از بنده، چون من عادت ندارم به کسی جسارت کنم. اینی که عرض کردم یه سری تزهای هالیوودی، حالا شما نمیدونم در توییتر هستین یا نه، یه سری افرادی هستن میان واقعا تزهای هالیوودی میدن، یه چیزایی میگن که اصلا مغز آدم سو میکشه. آموزش‌های نظامی رو حتی اسمشو عوض میکنن، ما خودمون دو ساعت فکر میکنیم این کدوم آموزشه، بعد میبینیم این مثلا حرکت
سی شکل یا نعل اسبی، کردنش آموزش یو شکل. خب اصلا خودمون اینو تو هیچ دانشکده افسری درس نمیدن. عرض کنم خدمت شما با یه مثال من میتونم فضا سازی کنم و اون پاسخ شما رو بدم. ببینید وقتی شما دارید در یه جای راحت میشید، اگه همه خیلی آروم راحت بشن، هیچ کی فکر نمیکنه اونجا اکتی میخواد صورت بگیره یا قرار کاری صورت بشه، پس انرژیتون رو از دست میدید و همینجوری عبور میکنید. دو دفعه بالا پایین کنید، ضمن اینکه شناخته میشید خستم میشید دیگه، تقریبا میشه گفت شما بی اثر میشید و کارایی ندارید. تو همون بالا پایین رفتن ها 10 نفر رو دستگیر کنن، امکان داره لیدر داستان هم دستگیر بشه. ولی اگه وارد یه خیابونی بشید، اکت اتفاق بیفته، یعنی سرصدا بشه، همهمه بشه، حتی یه دعوای خیابونی باشه، قطعا شما جذب میشید ببینید چه خبره، چه برسه که بخواد یه تجمعی صورت بگیره. وقتی تجمع باشه، صدا باشه، مردم اضافه بشن، نیروی سرکوبگر هم پا پس میکشه، میترسه، نمیاد برای دستگیری. بارها تو این فیلمایی که اومده دیدیم، اومدن دستگیر کنن، وقتی مردم جمع شدن، همهمه شده، سرصدا شده، پا پس کشیدن. و اگه اون مردمی که میان جمع میشن اکتیو باشن، قطعا نتیجه بهتری میگیره، باعث میشه مغازه دارا بپیوندن، آدمای عبوری اضافه بشن و همینجوری این آدمای عبوری رو مثل یک سیلی که راه میفته، ذره ذره از این جویبار از اون جویبار با خودش آب و زیاد میکنه و میبره پایین، من جمعیت رو میبره به اون نقطه که باید ببره. پس اکتیو اگه بریم تو خیابون، اون 5 نفر اولم که حتی خودشون سازماندهی کردن اکتیو شروع کنن، قطعا بهره بیشتری خواهند برد تا اینکه بخون همینجور با سکوت قدم بزنن برن، خسته بشن، شناسایی بشن و دستگیر بشن. امیدوارم پاسختون رو گرفته باشید با توجه به این چیزی که میشه گفت، و شرمندم اگه بیشتر از این نمیتونم. مرسی، ممنون. فقط اون پدر مادرام دیگه بعد حواشون رو داشته باشیم دیگه، قطعا متفاوته، قطعا یه سری خودباوری ها شده تو این مدتی که شده و اصلا فضا خیلی متفاوته با یک سال پیش. مردم یه جور دیگه دارن فکر میکنن، مردم یه جور دیگه دارن مهیا میشن، خودشون با خودشون دارن کنار میان که اون ترسی که داشتن، اون نمیتونیم. ببینید آخه تغییر رو وقتی بیای برای خودت تعریف کنی که من نمیتونم و نمیتونی، وقتی فعل خواستن رو بخوای، فعل تغییر رو بخوای، قطعا میتونی صرفش کنی. و اینم هست که هیچ دیکتاتوری مادام العمر نبوده و به زیر کشیده شده. شما هیچ دیکتاتوری رو نمیتونید بیارید نشون بدید که این دیکتاتور تا آخر حکومتش بوده، به پایین کشیده شده. اینا امیدیه که ماها داریم و میتونیم ازش استفاده کنیم و تزریق امید کنیم به جوانترا که بتونن کار رو یکسره کنن و حمایتشون کنیم. جناب سبزواری، یه نکته به ذهنم رسید. اون موقع من بعد از دیدن همه اتفاقات، اعتقاد شخصی اینه که ما توی این قیام نتونستیم موفق شیم و پیروز بشیم، برای اینکه توی هفته های اول جمعیت داشت، حالا با یه ریتم مشاهده‌ای دارم میگم، مثلا با 20%، 10%، 30% این جمعیت ها داشت بزرگتر و بزرگتر میشد. حداقل تا 4 هفته اول رو مطمئنم، تا هفته پنجم ششم هم همین روند بود، یه حالت یه مقدار همین حالت بود، بین 4 تا 6 هفته میتونم بگم این روش رو مشاهده منه. ولی بعد از اون ما با چند تا پدیده مواجه شدیم. یکی این که فراخوان ها خیلی مشکل دار بود و شک و شبهه ایجاد کرد، بعد هم که رفتن سراغ مسئله رهبرسازی و خیابون رو خوابوندن. من برداشتم اینه که اگر ما تداخل این نیروهای در واقع منفعت طلب رو نداشتیم، با یه رهبری و مدیریت درست، همون جریان میتونست منجر به آزادی بشه. آیا این صحبت من درسته؟ چون اگر باشه، یکی از کلیدهای چیزایی که ما داریم اینه که در واقع نذاریم که یه جریان انحرافی بیاد دوباره سوار شه. من حالا اینو خواستم با شما چک کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. صحبت شما، فرمایش شما کاملا صحیحه و این مسئله‌ای که بود اگه یادتون باشه، فراخوان‌های سکوت که با توجه به تلویزیون ایران اینترنشنال پروموت می‌شد و مجاهدین که یار دسته سوم جمهوری اسلامی هستن پشت داستان بودن،
به اسم اینکه قشر خاکستری رو بیاریم مثلا ما بریم راهپیمایی سکوت کنیم، و بزرگترین اشتباه این بود، یعنی شما بیایی روی آتیشی آب بریزی یه جمعیت منفعل رو بیاری تبدیلش کنی به یه جمعیت سکون، خب این خیانت بزرگی بود در حق جوانان شد. و بعدش هم که داستانهایی که خودتون میدونید که یکی رفت لباس کموله پوشید، یکی رفت نمیدونم چی کرد فمینیست بازی در آورد، یکی دیگه اومد داستانهایی که دیگه بود نمیخوام اصلا من واردش بشم، اینها همه باعث شد که یه مقدار سردرگمی بشه. و هر جنبشی، اینم بگم اصلا ناامید نباشید، هر جنبشی، هر خیزشی، هر نیروی نیاز داره که پوست بندازه، و اونی که از اون پوست میاد بیرون قطعا یه قوی تر، باهوشتر و غیر صدمه به چی میگن صدمه‌ای که میبینه کمتره و میتونه بهتر عمل کنه. ما قطعا این سری برنامه های بهتری هست و مردم به اون بلوغی که باید برسن رسیدن و همه یه حرکت خوبی میشه. امیدوارم که راه بیفته. حتی شما خودتون هم دیدید این بحث کاغذ سفید و دستبند سفید در همون نطفه خفه شد، یعنی نتونست بیاد جلو. باز دوباره من میام مبارزه مدنی میکنم و کاغذ سفید میگیرم دستم و فلان، با توجه به اینکه بر خودشم ورچسب مشروط خواهی زده بود. ولی بحث اینجاست که دیگه الان از وقت مبارزه مدنی و این صحبت ها گذشته، بحث ما متفاوته. کارزار یعنی آماده شدن، اینی که شاهزاده فرمودن کارزار 3 ماهه، 3 ماه وقت داشتیم برنامه ریزی کنیم، آمادگی داشته باشیم، تمرین داشته باشیم. من بارها بارها شما خودتون شاهدید در اسپیس ها هم عرض کردم که باید ما بیایم آماده بشیم، مهیا بشیم برای روز موعود، و از روز موعود استارت میخوره تازه انقلاب ما و شروع مرحله دوم انقلاب ما، و میریم که امیدوارم به مرحله سوم نکشه و براندازی هرچی سریعتر شکل بگیره. در خدمت هستم. من یه سپورتش، یه در واقع نکته ای رو با شما به اشتراک بذارم، جز چیزایی که رصد کردم. دوستانی که میومدن از خیابان میگفتن یکی از مشکلات ما اینه که مثلا وقتی صدای تیر میاد، صدای یه هر چیزی از اینایی که شلیک میکنن گشکاور، با وجودی که بارها تکرار شده که بر نگردید نگاه کنید، به سمت یک پناهگاه برید و دور بشید، اما ناخودآگاه اینا باعث میشه که اینا سری برگردن، و این برگشتنه و همون مکسه خیلی وقتا هزینه جانی ایجاد میکنه. بعد من اون موقع تو فکرم بود که گفتم که خب این به تمرکز مربوط میشه، یعنی تمرکزی که باید مثلا یک سرباز داشته باشن خب ندارن، چون آدم های معمولی هستن، و این نیاز به تمرین های تمرکزی داره. و با توجه به این اندیشه به یاد یک چیزی افتادم، موقع یه بازی بود، من یه زمانی یه دوره میرفتم، حالا کارهای عجیب غریب میکنم تو زندگیم، یه بازی بود به اسم کپتن آن د دک، که بازی افزایش تمرکز برای توی صحنه، توی میدانیه، و یه نفر وای میسته اونجا میگه که مثلا این کار، یه سری کلمات رو میگه، بر اساس اون کلمات باید سریع واکنش بدن، و هر کس واکنش اشتباه نشون بده حذف میشه، و این کلمات و اینها هی اضافه میشن به همدیگه که این تمرکز میره بالا. من حتی با دوستانی مشورت کردم که به صورت یک ویدیو اینو بسازم، ولی میدونین دیگه همکاری ها کمه و نمیان. اما خواستم اینو بگم که حالا با این دوستانی که در ارتباط هستیم، این یکی از چیزایی که من مشاهده کردم، شاید همون افراد درون خونه هاشون با خواهر، برادر، با دوست این تمرین ها رو اگر بکنن، ما هزینه‌مون باز بیاد پایین، چون شما این آموزش ها رو میدین. و جناب فریباز کرمی، اگر صلاح دونستید این رو هم بهشون بگید، این مسائلی که اون چیزی که میدونیم با اون چیزی که انجام میدیم توی اون صحنه فرق میکنه، و این اگر پیشتر تمرین بشه، به صورت ماکش تمرینیش توی خونه انجام بشه، خیلی وقتا خطا کمتر میشه. من اگر این مطلب دارم اشتباه میگم، من رو ببخشید، میگم من سوادم نظامی نیست، ولی به خاطر مشاهداتم رو دارم به اشتراک میذارم که اگر درسته استفادهش، اگرم نیست که من دیگه نگم. بفرمه. نه خواهش میکنم، فرمایشتون صحیحه. ما حتی تو تمرینات خودمون تمرینات برعکس هم داریم، یعنی تمرکزمون باید جوری باشه که واکنش برعکس هم نشون بدیم. یا اینکه مثلا من الان با شما حرف میزنم، یه مقاله بنویسم،
یا رکورد کنم، مثلا رکوردی که میگم تو مغزم، فرمایشات شما رو رکورد کنم، مثلا شما از من بپرسی، یه امتحان بگیری، من جواب بدم و باید بالای 90 بگیرم اون تمرکز. این برای افراد نظامی هست و برای افرادی که کار تمرکزی میخوان بکنن مثل پزشکای جراح باید این تمرینات رو داشته باشن که هر صدایی، هر اتفاقی افتاد ذهنشون منعطف نشه این ور اون ور و از اون کارشون دور نشه. برای بچه های خیابون ما دو حالت داریم، یکی این که دارن حمله میکنن و دنبال خونسا کردن هستن، دنبال خلسلا کردن هستن. خب این تمرکزشون جوری باید باشه که فقط یک نقطه رو هدف قرار بدن و حرکت کنن و هر صدایی هم شنیدن نایستن. یه مورد دیگه هستش که این بچه ها دارن مثلا فرار میکنن، اینی که شما میفرمایید دنبال پناهگاه هستن، دنبال سنگر هستن یا دنبال جای دیگه هستن. خب قطعا مکس کردن باعث دستگیری میشه، ولی اگه بتونن از حواس دیگه شون استفاده کنن میتونن حتی مسیر گلوله رو تشخیص بدن و خلاف جهتش، حالا 50% نه کامل، خلاف جهتش یه حرکت زیگزاگی داشته باشن و بتونن برن پناه بگیرن. اینا دیگه رو تمرین و ممارسات زیاد به دست میاد، به سادگی نیست و امیدوارم که این صدای ما رو حالا دوستان بشنوند و بتونن ازش استفاده بهینه بکنن. سعی میکنم چشم، من با فریبرزم صحبت میکنم، سعی میکنم که یه کلیپی در این مورد بسازن. خیلی ازتون سپاسگزارم. دوستان اگر صحبتی باقی مونده بفرم. آقای ایرانی اجازه من یه نکته رو بگم بعدم آقای رادیکال بفرم. با درودی دوباره و سپاسگزاری از سخنان بسیار خوب جناب سبزواری. در ارتباط با این تظاهرات جنبش مهسا که سرکار خانم فانتها فرمودن که یه مقدار کمجون شد، خب یه واقعیتیه. من فکر می‌کنم یکی از دلایل، علاوه بر دلایلی که دوستان مطرح کردن، یک دلیل دیگه هم که شاید دلیل مهمی باشه این ناامنی خیابانه. ببینید واقعا این جوانایی که تو خیابون هستن، حالا من با یه جمعی از دانشجویان در تماس هستم و اون زمان هم هر روز با هم در ارتباط بودیم و اوضاع احوال رو مطرح می‌کردن، یه مقدار مسئله ترس هم هست. ببینید همه اونایی که تو خیابون هستن آدمای متخصص نظامی نیستن که تجربه داشته باشن و اطلاعات داشته باشن یا تمرین کرده باشن، همینطوری که جناب سبزواری فرمودن. خب این تمرینات هست برای افراد نظامی یا کسایی که تجربه دارن، ولی واقعا اون بچه‌هایی که هیچ تجربه‌ای ندارن و همینجوری اومدن تو خیابون، خب از اینا واقعا نمیشه انتظار داشت. یکی از دلایلش اینه که وقتی که رژیم شروع میکنه به سرکوب، به کشتار و نمیدونم گلوله‌های ساچمه‌ای و این انواع اقسام این هیله‌ها رو به کار میبره، باید خیابان باید به نوعی امنیت داشته باشه. اگر امنیت داشته باشه هیچگاه این تظاهرات فروکش نمیکنه و حتی بیشتر و بیشتر میشه، ولی اگر امنیتی وجود نداشته باشه خب این کم کم آتشش فروکش میکنه و میره برای یه جنبش بعدی که در اون جنبش بعدی هست که حالا به هر حال باید برنامه ریزی کرد و اون اشتباهات گذشته رو تکرار نکرد. من فهم کنم در این مرحله الان واقعا باید اون امنیت خیابانی پیدا بشه. یعنی اگر افرادی هستند شروع میکنن به تیراندازی و گلوله‌های ساچمه‌ای میزنن، یه گروه کوچکی از این جوانان باید مسلح باشن و حساب اینا رو برسن. وقتی حساب اینا رو رسیدن اون امنیت در خیابان اجرا میشه و این نیروهایی که تو خیابان هستن قدرت بیشتری میگیرن، مومنتوم بیشتری میگیرن و اون حالتی که در خیابان بمانن و خیابان را نگه دارن پیش میاد. اما اگه واقعا همه دستشون خالی باشه و فقط در مقابل یک رژیم جنایتکار بایستن، خب واقعیت اینه که به هر حال اونا میتونن دست به کشتار بزنن و زدن و این رژیم زیاد آبرویی هم نداره که از دست بده. ما باید واقعا واقعیت‌ها رو ببینیم، نه این که سعی کنیم که خبرهای خوب رو بگیم. خب جناب فرات، جناب فرات ببخشید میونه کلامتون، اجازه بدید من الان واقعیت‌ها رو به شما میگم. واقعیت ها اینه که امنیت خود بچه ها تامین میکنن. یه دختری ما داشتیم به نام مهسا موگویی،
به تنهایی 4 تا بسیجی ها رو لتو پار کرد. حالا چه بلایی سرش اومد روز بعدش تنها گیرش آوردن و اینا، اون به کنار. اینی که ما میگیم واقعیت ها رو بگیم یا اینی که ما میگیم این رژیم آبرویی نداره، چرا؟ اتفاقا این رژیم تظاهرات های خارج از کشور خیلی براش هزینه داد، جوری که عراقچی اومد التماس کرد جلوی این تظاهرات های خارج از کشور رو بگیرید و عواملشون هم اینجا باعث شدن که تظاهرات ها کم بشه. چرا آبرویی نداره؟ وقتی که این رژیم وقتی ببینه پایاش تزلزل میشه، بس آبرو نیست، اونا اقتصادی فکر میکنن. وقتی ببینن بدبینی نسبت بهشون اضافه شد، وقتی ببینن رژیم پایاش سوس شده، قطعا میرن روی کسی که قرار جایگزین این رژیم بشه سرمایه گذاری میکنن، نه این رژیم. اون قراردادهایی که قراره با این رژیم بسته بشه بسته نمیشه، ملغا میشه. به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه این رژیم موندگار نیست. اینا رو ما باید همه رو در نظر بگیریم. اینکه آبرو نداره، بله این رژیم وقیه، میکشه میگه من نکشتم، مثلا خودشون کشتن، کشته سازی کردن، فلان کردن، این اصطلاحات استفاده میکنه. ولی اگه پایگاه جهانیشو ما بتونیم بین ببریم، قطعا دیگه یه دولتی مثلا مثل دولت آلمان یا دولتی مثل اتحادیه اروپا یا دولت‌های دیگه نمیان روش حساب باز کنه. اگه 9 ماه پیش بود دولت بایدن جرأت نمیکرد 6 میلیارد دلار رو آزاد کنه، هرچند هیچ تأثیری توی روند ایران نداره، چون الان نفری 500 دلار فقط دادن به این ظاهرهای وارداتی پاکستانی که از مثلا از اون ور وردارن بیارن، بعد بگن آمار اربعین ما 30% افزایش داشته، ولی واقعیت این نیست، آمار اربعین به شدت کاهش داشته و ما اینو حالا به زودی افشا میکنیم که چقدر پاکستانی آوردن و چقدر به این 500 دلاره رو بهشون دادن تو مرز عراق که ببرن اون ور خرج کنن، حتی تو ایران هم بهشون ندادن، گفتن تو مرز بهتون میدیم. این مسائل هست. این که شما مثلا ببینید همه چی رو بخواید گل و بلبل باشه، خب قطعا نمیشه. اونی هم که تو جبهه می جنگیده، اونی هم که تو سنگر می جنگیده، امنیتی نداشته. امنیتش رو با یک سلاحی که دستش بوده یا یه چاقویی که به کمرش بوده تامین میکرده، یا یه تکاوری که میره بی سلاح میره، امنیتش رو با آموزش هایی که دیده تامین میکنه. بستگی داره دیگه اون بچه‌ها وقتی که میان تو میدان چه کار میخوان بکنن. و قطعا اگه شما بخوای امنیت میدانی رو برای این بچه‌ها متصور باشی، باید یک نیروی معادل مثلا 500 هزار نفر داشته باشی که بتونی کل کشور رو امنیت بدی، و این غیر ممکنه. پس ما از غیر ممکنه حرف نزنیم که امید رو در دل مردم نکشیم. این شماره یک. دو، امید سازی کنیم که فکر امنیت باشه و اینکه بره دنبال آموزش و شروع کنه به اینکه امنیت خودش رو چجوری میتونه تأمین بکنه. قطعا متفاوت. اینا رو همه رو باید در نظر بگیریم وقتی میخوایم یه پارامتری رو توضیح بدیم. بیایم روی این پارامترها بریم جلو و سعی کنیم اون امید رو تزریق کنیم تا یأس. من از شما تشکر میکنم، ببخشید تو صحبتتون اومدم و شرمنده. من خواهش می‌کنم، استفاده کردم. اگر لطف بفرمایید نظرتون رو در مورد این که بچه‌هایی که میان تو خیابان رو نگه دارن و شب بر نگردن برن خونه در صورت امکان، آیا به نظر شما این کار بهتر نیست؟ قطعا بچه‌هایی که میان تو خیابان این بار میمونن تو خیابان، و قطعا اونی که باید مسلح بشه نیازی نیست من بهش بگم مسلح شه. اونی که بلده با سلاح کار کنه، اونی که میتونه حتی سلاح بسازه از هیچی، اونا خودشون واسه خودشون فکرایی کردن و شروع کردن و دارن کارشونو میکنن. نیازی اصلا به این نیست که من بهشون بگم برید مسلح شید یا سلاح تهیه کنید یا فلان کارو بکنید یا فلان جا وارد کنید. اونا خودشون برای خودشون برنامه دارن و رو همون برنامه‌ای که دارن پیش میرن. و اونی که بنده خبر دارم خیلی متفاوت تر از قبل خواهد بود. سپاس از شما آقای رادیکال. شما بفرمایید. کم کم دیگه اگر صحبت ها جمع‌بندی بشه. در اروپا خیلی دیر وقت بعضی از دوستان میخوان برن. بفرمایید. خانم دکتر پانتای پوندی، کاوه هم اومد رو استیج، نمون احتمالا سا... بله بله، اون پایین من ندیدم. آقای کاوه بفرمایید. خیلی متشکرم. درود عرض میکنم خدمت همه باشندگان. من از داخل دارم صحبت میکنم.
نتمونم امشب افتضاح، ببخشید اگه وسطش رو صدام قطع شد. من حدود یک دو ساعتی که داشتم صحبت ها رو میشنیدم واقعا خیلی امیدوار شدم، خیلی صحبت های مفیدی بود. فقط یک کاش که پخش مستقیم می بود امشب. ببین مثلا منی که اینجا نشستم الان من تو این جمعتون دارم میشنوم، ای کاش پس پخش مستقیم بود، خب بقیه هم رزمامونم میشنیدن. ببخشید تونتون صحبت کنم، میترسم قرچه. بعد یکی این بود، یکی هم ما تو سال گذشته که بودیم حدود سه ماه اول خیلی خوب بود، هممون کف خیابون بودیم. مشکلاتی رو من اون موقع دیدم با چشم خودم، با هم رزمای دیگه اون رو لمس میکردیم، این بود که مثلا ساعت 6 میومدیم، ساعت به قول من 12:01 میرفتیم و بچه ها همه منتظر بودن یه کسی بیاد یه فرمانی بده، یه برنامه بسمون بذاره مثلا فردا چی کار کنیم. ما باور کنید این سه ماه خورده خیلی بودیم، شاید میلیونی بودیم، خودمون دیدیم ولی کسی نبود. من یه سوالی که از جناب آقای سبزواری دارم اینه که الان صحبت از این کردید که این دفعه مثلا بلوغ فکری پیش بهتر شده و ایرادا گرفته میشه، می‌خواستم ببینم که آیا راهی هست که ما بتونیم حرکتی انجام بدیم و به شکل غافلگیرانه مثلا بتونیم مبارزمون انجام بدیم. چون اینا وقتی غافلگیر میشن، من خودم دیدم اصلا به طرز فجیع همه سیستمشون با هم میریزه، اصلا طوری که خودشون به خودشون صدمه میزنن. این سیستم غافلگیری خیلی چیز مهمیه. مثلا یه جوری بود همیشه، میخوام این چه جوری بگم، یه طوری بود همیشه یه احساس میکنم دو قدم عقبتریم از اتاق فکر اینا. آیا نمیشه سیستمی باشه، کاری انجام بشه که مثلا همیشه ما جلوتر باشیم، ابتکار عمل دست ما باشه؟ این بود که امیدوارم سوالم گفته باشم. بله متوجه شدم، امیدوارم صدامو بشنوی کاوه جان. خیلی خوشحالم که از ایران هستی و تو جمع ما هستی. عرض کنم خدمتت همونجور که خودت گفتی سه ماه اول ابتکار عمل دست ما بود، تا اینکه اتفاقات خاصی افتاد و یه ذره سردرگمی ایجاد شد. یک هفته مونده به شروع کارزار یه سری برنامه ها اعلام میشه، یه سری حرکت ها میشه، ابتکار عمل دست بچه ها قرار میگیره و شروع میکنن به کار کردن. مطمئن باشید این بار خیلی عقبن، با این که حتی میدونستن، چون میرن رو روش های سنتی کار میکنن. بچه های ما مدرنن، بچه های ما تیم ورک هاشون رو از گیم نت هاشون یاد گرفتن، اومدن تو فضاهای مختلف دارن کار میکنن و مطمئنن یه جور دیگه است. نمیشه گفت کاوه جان، ولی حس میکنید خودتون داخل کشور قطعا، شهرهای بزرگ که مراکز استان ها قطعا همه حس میکنید که چه اتفاقی میفته و چه حرکت هایی میشه. اینو من به شما نوید میدم کاوه جان. پخش زنده اختصاصی همین کلاب تو اتاق هست و لینک شما گذاشتیم توی این کانال، توی این گروه تلگرامی که بالا هست، میتونین برای دوستاتونم پخش زنده خودمون رو بفرستین. تمام مواردی که توی این برنامه ها گذاشته میشه اونجا ما قرار میدهیم. حالا خیلی متشکرم، من خودم همین الان عضو شدم. بعد یه خواهشی هم که داشتم از حضور دوستان عزیز، از کارشناسان، این که ببینید الان شما مثلا میاد اینجا زحمت میکشید، به قول معروف خب ما رو راهنمایی میکنید و هر صحبت های خوبی میزنید، اما خواهشن صحبت هایی که میخوایم بکنیم در این رابطه، این یه پیشنهاده ها، ببخشید جسارت من نمی کنم، صحبت هایی که میخوایم اینجا بکنیم طوری نباشه که دیگه بریم تو ریزه کاری ها و این چیزا. مثلا من خیلی از صحبت های آقای سبزواری خوشم اومد، مخصوصا آقای دکتر مصطفی لویه. اکانت دیگه هم هستش که فکر کنم آقای ممتاز باشن، وقتی اینها صحبت میکنن من واقعا اصلا روحیه میگیرم، اما متوجه میشم یواش یواش اولش به شکل کلی صحبت میکنید اما دیگه یواش یواش میده تو ریزه کار. ببین ریزه کاری ها رو اینجا نگید، چرا؟ برای اینکه من میدونم همین الان اینجا کسایی نشستن، اینا سایبری ان، تمام اطلاعاتو میگیرن میبرن میدن دست فرماندهشون، اون وقت فرداست منی که میخوام برم وسط خیابون میبینم اصلا قضیه واسه من عوض شد.
من خواستم بگم اگر بشه یه طرحی برنامه‌ای بذارید، مثلا تو تلگرام، کسانی که همه همدیگر رو میشناسید و خیلی هم استاد کار هستید، من نظرم اینا تلگرام مثلا جای خیلی امنیه، تو قسمت سیکرت چتش اونجا ها مثلا برنامه ریز کاری ها رو باز کنید و بگید، ولی اینجا از کلن حالت کلی بگید که مثلا چیزی دستگیر اینا نشه. باید ببخشید زیاد صحبت کردم، عذر. نه خواهش میکنم، چشم از من، سپاس از راهنماییتون. ببخشید بانو پانتا. خواهش میکنم، خواستم بگم نگران نباشید، این مسئله هایی که اینجا مطرح شد هیچ کدوم مسئله نبود که مشکلی داشته باشه از نظر سکیوریتی و قاعدتا اون اطلاعات سکیور داره حفظ میشه. یه چیزی میخواستم بگم دیگه، فکر کنم آخره اتاق باشه حرفای من. آقای رادیکال هم صحبت نکن، شما بفرمین بعد من میگم. بفرمین آقای رادیکال. نه بفرمین، نه فهم ماکس میگم بعد شما. من یه موضوعی هست نه خواهش میکنم شما بفرمایید که چون پرسش دارید و مرتبط، من یه خاطر ماننده بفرمایید. ممنون از شما. گفتم دیگه جناب سبزواری ها بیشتر از این خستش هم نکنیم. از یه موضوعی بود چون وقتگیر میشد، من گفتم حالا با دوستان دیگه هم قبلش صحبت کنم، حالا جلسه بعدی تشریف آوردن، حالا این به نتیجه میرسیم یا نه. اما یه چیزی که هستش، ما توی جریانات حالا مختلف قبلی که حالا وجود داشت، به خصوص تو 1401، یکی از مشکلاتی که وجود داشتش این بود که خیلی از بچه‌ها که حالا از این تجمعاتی که وجود داشت برمیگشتن میمدن، مستقیم میمدن تو موبایلاشون توی این رسانه‌هایی که وجود داره، به خصوص حالا اون زمان اینترنشنال بود و خیلی تاثیرگذار بود روی این رفتارهایی که به وجود میمد، حالا اخبارهای فیکی که درست میکردن و به طرق مختلف حالا نشر میدادن و کلا تو فضای مجازی. بعد میام اینا خیلی تاثیرگذار بودن توی اون جریاناتی که اتفاق میافتاد. اما خب ما نیومدیم یه حداقل یه سایتی رو، حالا دوستانی که هستن و سایتایی رو دارن که حالا مخاطب دارن، اینا به صورت توی قالب مشترک بیان با هم دیگه مثلا اونجا فعالیت داشته باشن، که اون یه دونه سایت یا حالا اون شبکه حالا به هر صورتی که هستش بیاد بشه یه مرجع برای بچه‌هایی که هستن. و اگر من میخوام بیام توی موبایلم دنبال یه موضوعی بیام بگردم ببینم این واقعیت داره یا نه، بدونم که عزیزانی هستن که مورد اطمینان هستن و حالا به جایی بند نیستن و حالا به نوعی گیر مسئله مختلف نیستن که بخوان اخبارها رو به هر شکلی که براشون تعیین میکنن نشر بدن. و از اونجا بیایم ما متوجه، من نوعی دیگه تمام حالا اینستاگرام یا هر چیزی که هست رو بذارمش کنار که اون تأثیراتشون رو من نوعی نذاره تو خیابون، و بتونم اون اطلاعات هم از اونجا بگیرم، یا اگر چیزی رو دیدم بیام اونجا انتقال بدم، حالا راستی آزمایش حالا یا کم و کاستیشو حالا بشه اونجا به نوعی برطرف کرد یا حالا به وجود آوردش. ببخشید من بیخوابی یه مقداری تأثیر گذاشته، کلمات نمیتونم درست جفت و جور کنم. خواهش میکنم، من متوجه شدم این بخشو، حالا بخش دیگه هست در خدمت. نه همین رو میخواستم بگم که اگه یه همچین جریانی به وجود بیاد که یا اینجا حالا صحبتایی که حالا داره پیش میاد از دوستانی که حالا مدیریتور هستن یا اصلا بقیه دوستان دیگه، یه سری نظراتی که مهم هست رو بیایم جمع‌آوری کنیم و حالا توی حداقلش توی مثلا پایان این جلسه یه دو تا سه تا موردی که راهکار میتونه باشه رو بیایم در نظر بگیم که توی اون سایتی که دارین شما اونجا بذارین، یا حالا با دوستانی که بخواین همکاری کنین، که این صحبت های چکیده حالا مفیدتری هم داشته باشه که اونجا بخواد به کار بره، که به نوعی توی خیابون فردا که حالا یه سری پروپاگاندای جمهوری اسلامی خواستن به وجود بیارن، اونجا مسیر رو نتونن تغییر بدن، مثل میام سال گذشته که دقیقا اون روحیه‌ای که باید شما تو اون آخر جنگ بیای به وجود بیاری رو اون اول داشتن انجام میدادن، و دقیقا با صحبت هایی که قشر خاکستری تا نیاد هیچ کاری پیش نخواهد رفت، انقدر اینو گسترش دادن، دقیقا تو اون لحظه آخری که باید مردم نیاز به امید داشتن اومدن از این طریق تضعیف روحیه کردن، یعنی دوتا کار رو دقیقا سر و ته اومدن کردن تو از طریق همین رسانه ها، که تأثیرش هم قشنگ کاملا ما دیدیم. بچه هایی که بودن، حتی مثلا بچه های دهه 80 هم بودن که دیگه با اینکه داشتن کار رو تموم میکردن
گفتن حالا تا شما نیایید ما از کاری از دستمون بر نمیاد، چرا شما به ما نمیپیوندید. در این حد تونسته بودن تاثیرگذار باشن، توی خیابون‌ها توی رسانه‌های مختلف هم می‌دیدین صحبت‌ها رو کاملا متوجهش می‌شدیم که میگم. اما همون نبود رسانه، اما خب از طریق یه کانال یا یه سایت نتونستیم اینو جبرانش کنیم که اونجا این مسائل رو بتونیم بزنیم به کنار یا احتمالات رو بیایم پیش بینی کنیم که بگیم آقا جمهوری اسلامی با طبق این دی ان ای که داره این یه همچین رفتارهایی میتونه انجام بده که در برابر اونها من نوعی که میرم تو خیابون اگه چنین جری تو همچین جریانی قرار گرفتم آمادگی ذهنی داشته باشم که و بتونم تشخیصش بدم که آیا این فریبکاریه یا مسیر درستی که من میخوام برم. اینا بخواد مشخص بشه توی خیابون اینا جمهوری اسلامی نمیتونه اونقدر که میخواد تاثیرش رو بذاره، چون معمولا تیر آخرش رو همیشه میاد داخل خود مردم، از نفوذیاشون رو میفرسته داخل مردم، حالا مسیر رو منحرف کنن یا اون شعار یا هر صحبتی که هستش رو به نوعی میان از بین میبرن. و متاسفانه تا کنون که حالا به نوعی میشه گفت موفق بودن، اما این کار رو بشه به نوعی جلوش رو گرفتش خیلی تاثیرگذار میتونه باشه. خب تا امروز شما میتونید مراجعه کنید به تلگرام جناب کرمی زند، اینستاگرامش و توییترش که فعالیت های عمده رو داره، چون تقریبا میشه گفت خروجی کارگروه ما صفحه اکانت های ایشونه، اکانت هایی که به نام ایشونه، اینا رو داشته باشید. و امیدوارم بزرگان اپوزیسیون کمکی بکنن و همتی بکنن، یاری بدن، رادیوی آنتنی داشته باشیم نه اینترنتی، که مثلا بگیم رو طول موج فلان مردم ایران میتونن صدای ما رو بشنون دیگه، اون موزلات نمیدونم دیش و فلان و پارازیت و اینا رو هم نداشته باشیم و بتونیم صدامون رو به مردم برسونیم که دوچار همچین موزلاتی نشیم که یه دفعه یه شبکه معلوم نیست به کجا وصله، وصل نیست، دنبال چی اهدافی هست، حتما دنبال اهداف سرمایه گذارشه، مسیر و جهت و تغییر نده و باعث سردرگمی نشه. ما اینی که از دستمون برمیاد با توجه به امکاناتی که داریم اکانت های جناب کرمی زند خروجی کارگروه ماست و امیدوارم بتونیم امکانات بیشتری تهیه کنیم در خدمتتون باشیم. فقط هم در مورد میدانه، در مورد سیاست، در مورد رهبری، در اینجور چیزا رو ما نه میدونیم نه واردش میشیم، فقط میدان صحبت میکنیم. در خدمتتون هستیم. دوست عزیز آقای، یه لحظه آقای دلتا، همینی که میخواست من عرض کنم، آقای سبزواری به زیبایی به نقطه تمام خروجه های ما به سایت های جناب سروانز فریبرز کرمی زند در اینستاگرام با نام خودش به فارسی به انگلیسی بنویسید، در توییتر همینطور، و اضافه میکنم در تلگرام سایت ویژه فریاد ایران هم که باز جناب سبزواری داره هدایت میکنه، علاوه از اون باز در اینستاگرام یه سایتی هست ستاد مشترک عملیاتی، باز در اختیار دوستانشون هستن، دوستانتون هستن آقا سبزواری، و در فیسبوک. مجموعه اینها هم تمام اون چیزهایی که شما الان اشاره فرمودید میتوانید در اون سایت ها شما پیدا بکنید. شما اگر اطلاعات لازم را در رابطه با حرکت در خیابان، منظور کجا برید، یعنی هدف را شما بدانید، طرز برخورد با در کجا چه زمانی چگونه و تراش رو میخواه بدونید، در اون سایت ها مخصوصا در سایت اینستاگرام جناب سروان فریبرز کرمی و مخصوصا در رابطه با بیشترین پیش برآورده ها در کلیپ های جناب سبزواری. در غیاب شما تشریف نداشتید، من گفتم سال گذشته در نشستی آقای سبزواری گفتن که 5-6 ماه پیشتر گفتن که در نیمه دوم، حتی نه اول، شهریور ماه یه اتفاقات می دیدیم افتاد. علم غیب نبود که ایشون در واقع اون پازل ها رو کنار هم جمع کرده بود، پیش بینی کرده بود. از نظر روانشناسی اجتماعی خودشون بزرگواری میکنن، میگن ما با سیاست با مدیریت کار، درسته، ولی چرا برآورده های نظامی رو ایشون میکنن، پیش بینی میکنن. و اینقدر هم امروز فکر کنم یک ساعت یا بیشتره در چنارش مثلا
ضرورت داره، ایشون به آنقدر کار داره میتوانست تا با دو تا سه تا کلیپ آماده بکنه در سطح خیلی وسیع پخش، ولی ضروری تشخیص دادن که در کنار شما عزیزان تشریف دارن. کار ایشون و دوستان ایشون خیلی بیشتر از آن است که عزیزان تصور بفرماین. خیلی اشاره میکنم، من قصدم بولد کردن است، اگرم بکنم حق بشه. سایت اینستاگرام سروان فریبرز کرمی زند بالای 1,000,000 نفره. سایت توییتر سروان فریبرز کرمی، توییترش بالای 700,000 نفره. این دوتا درسته، فقط خودشون هستن، ولی دوستانشون هم اونو به اصطلاح ریتوت میکنن، اونو فوروارد میکنن، اونو و در واقع در مجموعه خب نمیشه که همه چیز رو گفت، یا ایشون یا دوستان آقای فریبرز کرمی همینطوری درست خودشون تمام سواد و تخصصشی دارن، اما یک هماهنگی هم هست، از اون بیشتر نمیشه گفت صحبت کرد. برزاد چقدر لطف کردید دوست بسیار عزیزم، مطالب چشم من به من زنگ میزنن، الان زنگ زده بودن در رابطه به موضوعی، به اصطلاح مجبور بودم از روم برم یا تلفنی صحبت میکردم. اگر بیرون رفتم تا زمانی که از آقای سبزواری تشریف دارن، دوستان عزیز توییت های ایشون رو در یوتیوب، مخصوصا یوتیوب ایشون رو دنبال بکنید. تنها در رابطه با آموزش ها نیست، تفسیرهای سیاسی هست، پیشبینی های سیاسی هست، از همه مهمتر ایشون دسترسی به اطلاعاتی دارن که من ندارم. من هم دارم، ولی خب ایشون بیشتر، برای اینکه من از افسران نیروهای مسلح دوران پادشاهی هستم، ایشون اطلاعاتش بروز است. در این رژیم هم به اصطلاح درس خونده، کار کرده و بیشتر از من میدونه این رژیم رو. پس بیشتر استفاده کنید از تخصص و تجارب دوست بسیار عزیزم جناب سبزواری گرامی. خیلی قدردانی میکنم از همه شما، مخصوصا من چون مدتی پای تلفن بودم میدونم که دکتر پیوندی عزیز، کاوه عزیز، آقای سمائل، مزدک گرامی و خانم شهلا، هنوز من صداشو نشنیدم، آقای آریایی و لایو هم که صحبتش شنیدم، دوستان دیگه کوروش عزیز. جب شما صفحه یار زردم، من صحبت کردم، حال شما رو هم پرسیدم، عذرخواهی میکنم. اون تایم که من رو صدا کردین نزدیک مایک نبودم، ولی صداتون رو میشنیدم. خوشحالم که در کنار ما هستین جناب دکتر. تشکر میکنم، خیلی ممنون. باز به شما توصیه میکنم، درسته من هر عرضی بکنم دوست عزیزی من جناب سبزواری قبول میکنن، خب حساب ما فرق میکنه در ستاد مشترک عملی، اما شما بخواهید هم از آقای سبزواری بخواهید اطلاعات بیشتری بدهد، هر تک تک شما عزیزان در کشورمان ایران فامیلی دارید، در نیروی انتظامی هست، در ارتش هست، نیروی هوایی هست، نیروی دریایی هست، حتی پاسدار هست، شما از اونها هم بخواهید. امروز زمان انتخاب است، انتخاب بکنن کجا ایستادن، در کنار علی خامنه‌ای یا در کنار مردم. و یه خبر خوبی که دوست بسیار از این آقای سبزواری، کلیپی که دو کلیپ پیشتر از آن همین بود، به پیام داده به نیروهای مسلح، گفته الان زمان انتخابه. دوست عزیزمون که الان تشریف دارن میدانید چقدر برد داشته و چقدر حمایت کرده. من از اون کلیپ استفاده کردم در برنامه تلویزیونی هفته گذشته، از اون استفاده کردم، مطالبی که ایشون اشاره کرده من چون مستند هم ازش، من هم استفاده کردم، صحبت کردم. من مایکو میبندم، در کنار شما هستم. مرسی، سپاسگزارم جناب دکتر مصطفی آلو، سپاسگزارم جناب سبزواری، واقعا منت گذاشتین سر ما و شنوندگان عزیز تشریف آوردن. برنامه ما هم اکنون داره از یوتیوب پخش زنده میشه و کانال یوتیوب خودمون، کانال یوتیوب جناب سبزواری، اینستاگرام جناب سبزواری و جناب سروان کریمی زند و گذاشتیم در این گروه تلگرامی و تمام اطلاعات مربوط به
خیزش ها و همفکری های خودمون رو میذاریم توی این گروه تلگرامی و همه دوستان استفاده ببریم. با توجه به اینکه جناب سبزواری مشغله کاری دارن و الان خسته شدن، از صبح هم توی برنامه‌های مختلف بودن و میخوان استراحت کنن، دیگه بریم سمت بستن تالار. ما سعی میکنیم هر شب این برنامه ها را داشته باشیم. اگر جناب سبزواری توی توییتر برنامه داشتن، ما میتونیم توییتر رو اینجا لینک بکنیم و بتونیم از برنامه هاشون استفاده بکنیم. قطعا مثلا یکی مثل من توییتر باز نیستم، خیلی ها هستم مثل من که توییتر باز نیستم و خب از وجود ایشون ما در توییتر خب من مثلا محروم هستم، ولی میتونیم اینا رو یه جوری هماهنگ کنیم که توییتر و کلاب هاست رو با هم هماهنگ بکنیم که دوستان عزیزان بشنون و سوالا رو هم که اگر کسی اینجا از ایشون داشته باشه، میتونی یک نفر که بینابین هست سوالا رو اونجا روی توی اسپیس توییتری ازشون بپرسه و برعکس. سپاسگزارم که در کنار بودین. خانم ویکتور پیوندی بریم برای جمع‌بندی و بله اینجا دوستان یه مقدار پاکسازی فضای چیزم دارن که انجام دارن میدن، بهتره که یه مقدار انرژی هم برای اون طرف باشه. من خیلی خیلی سپاسگزارم از جناب سبزواری، دکتر مصطفی‌علوی عزیز که وقت ارزشمندشون رو در اختیارمون گذاشتن یا اطلاع رسانی بشه. امیدوارم بتونیم بیشتر داشته باشیم شما رو. حالا دفعه‌ای بعد سعی می‌کنیم که اطلاع رسانی هم اگه بشه از قبلش بکنیم که یعنی در واقع جمعیت بیشتری بتونن جمع بشن. نکته‌ای هم که می‌خواستم بگم فعلا دیگه می‌ذارم جلسات بعد میگم که بتونیم زودتر اینجا رو جمع کنیم. جناب سبزواری اگر نکته‌ای هست بفرمایید. خواهش میکنم، اون نکتتون هم اگه میگفتین مشکلی نبود، چون که میدونی عادت من اسپیس ها رو همه رو طولانی میکنم. اگه بگینم من پاسخ میدم. پاسخی نیست، یه چیز جالبی بود که من رصد کرده بودم تو زمانی که ایران قیام خیزش داشت، بعضی از کشورهای دیگه هم شلوغ شدن از جمله پرو. نمیدونم رصد کردین یا نه، پرو عیناً تکنیک های بچه های ایران رو کپی کرده بودن. ویدیوهایی که من از اونها دیدم حیرت انگیز بود و برای من باعث افتخار بود. این رو خواستم بگم که هم عزیزان داخل ایرانمون بدونن که این نوآوری ها، این خلاقیت، این هوش تا نیمکره جنوبی آمریکای جنوبی رفته. همین که اگر شما ندیدین خواستید رصد کنید که دلگرم کننده است. همین. بله من دیدم، سوریه هم الان شروع شده دوباره، باز عکس بانو مهسا است و همون تکنیک های خلاصه بچه های ایران رو منشأ گذاشتن و خیلی خوشحالم. اولا عرض کنم که دوستان و بزرگان به بنده خیلی لطف دارن، اینقدر تعریفی نیستم، اندازه اونی که دانشم هست سعی میکنم. یه موقعی آموزشی دیدم و قسمی خوردم در خدمت مردم باشم و سعی میکنم که در خدمت مردم باشم، همونجور که پدرم، پدر بزرگم و عموام قسم خورده بودن به عنوان یک نظامی و ارتشی در خدمت مردم باشم. سعی میکنیم وظیفه‌ای که بر عهده‌مون هست در راه نجات میهن انجام بدیم. حالا چقدر موفقم نمیدونم، اون برمیگرده به قضاوت مردم و فردای ایران. امیدوارم که ایرانمون آزاد بشه و روز شکوهی رو ببینه و مردم ایران آرامش رو ببینن و این دفعه دیگه بریم به سوی یک ایران با شکوه و پادشاهی. عرضی ندارم، سپاسگزارم. هنگامیتون به نیکی و پیروزی، فر ایران را می ستاییم و شما را به ایران و ایران را به شما می سپاریم. جاوید شاه پاینده ایران. جاوید شاه پاینده ایران. جاوید شاه پاینده ایران. جاوید شاه پاینده ایران. جاوید شاه پاینده ایران.